درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین، و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. پیش از آغاز سخن از همه شما خانم آقایون تمنا میکنم لطف و محبت بفرمایید، سنگر رو مثل همیشه یاری بدید، کمک بکنید تا این تنها خانه باقی مانده میهن پرستان بتونه کار خودشو ادامه بده. خیلی هم از همتون ممنونم، بی نهایت سپاسگزارم از لطف و محبت همتون. اما قطار مشروطیت داره میره به سمت میدان شهیاد و طبیعی است که در این راستا همونطور که عرض کردم یه عده‌ای سوار قطار میشن، یه عده‌ای هم که سوار شدن امکان داره وسط راه پیاده بشن و تا مسیری که ما میریم خب خیلی اتفاقات میفته. یه عده مسافر جدید داره، یه عده مسافرها بیرون میرن تو ایستگاهای دیگه وای میسن نمیخوان بیان تا میدان شهیاد، و ولی مسیر
در مسیر به سوی میدان شهیاد قطار داره کار خودشو میکنه، داره میره. اما ما طرفداران نظام پادشاهی، ما بچه هایی که در طول این سالها زیر فشار بودیم، سانسورمون کردن، هیچ جا نذاشتن حرفمون رو بزنیم، هر جا رفتیم در خونه هاشون رو بستن، تو دهنمون زدن و یک بازی، یک دسیسه جهانی دست به دست هم داد که جلوی صحبت‌های میهن پرستان رو، جلوی فعالیت بچه‌های مشروطه‌خواه رو بگیرن. خب یه توطئه بوده، یک توطئه بین‌المللی، یک توطئه جهانی که تمام راه‌ها رو به سوی این جریان پهلوی ببندیم. صدمات زیادی خوردیم، صدمات در بعضی جهاد واقعا جبران ناپذیر، بسیار سخت، کشته دادیم و خیلی بلاها به سرمون اومد. اما هر طوری بود با استقامت، با پایداری و هوشیاری که اصل لازمه ی هر کاریه. شما هم تو زندگی معمولی خودتون هم میخواین یه تصمیمی بگیرید، مثلا فرض بفرمایید میخواید تصمیم بگیرید برید یه ماشینی بخرید، خانه‌ای بخرید، یا تصمیم به هر حال برای زندگیتون، یه تصمیم مهمی برای زندگیتون بگیرید، خب این هوشیاری میخواد، استقامت میخواد، صبر میخواد، پایداری میخواد، مقاومت میخواد، برنامه‌ریزی صحیح میخواد. همونطور نمیتونه آدم صبح بلند شه بگه خب یه خونه رو بفروشیم بریم مثلا یه جدی خونه بخریم، خب به این شکل نمیشه. بعد آدم اگه بخواد میتونه با عجله یه کاری رو بکنه ضرر میده، بعد اصلا کار صحیح به منزل نمیرسه. ما هم در طول این 43 سال به طور کلی استقامت کردیم، مقاومت کردیم، تجربه زیادی به دست آوردیم. در طول این مسیر ما هم اشتباهات زیادی مرتکب شدیم، یه جاهایی باید تون میرفتیم یواش رفتیم، یه جایی رو باید یواش میرفتیم تون رفتیم، یه حرفایی رو نباید میزدیم اومدیم زدیم، یه حرفایی رو که باید میزدیم گفتیم نه نزنیم. طبیعی هم هست، خب ما نه سیاستمدار بودیم، نه سیاسی بودیم، نه آمادگی اینو داشتیم که یک مرتبه مملکت رو اونجوری شخ بزنن، بهش درب داغونش بکنن، بعد ما بیم خارج از کشور، بعد هممون بشیم هر کدوم برای خودمون یه سیاستمدار. خیلی طول کشید، خیلی زمان زیادی بود. منتهی مراتب در این فاصله زمانی با کمال تأسف شوربختانه، مقصرم نیستیم، من میخوام داستان رو براتون بگم، با کمال تأسف به جای اینکه از ضرباتی که خوردیم تجربیات مثبتی رو به دست آوردیم، بتوانیم در جهت اینکه به پیروزی نزدیک بشیم، در جهت اینکه بتونیم یک وضعیتی رو درست بکنیم که مملکتمون از این اوضاع، از این وضعیت ناهنجار و بدبختی نجات بدیم، از هم هی جدا شدیم و این جداییامون باعث شد که دیگه اولش با حالت کدورت بود، بعد دیگه این کدورت ها دیگه انقدر کهنه شد، مثل زخمی که کهنه میشه، مثل دردی که کهنه میشه، انقدر کهنه شد تبدیل شد به قهر و دیگه حاضر نشدیم بشینیم و همون یاران سابق، یاران دیروز، رفقای دیروز بشینیم و با هم اختلافات رو حل کنیم. طبیعی هم هست بین انسان اختلاف وجود، چون توی خونه که زندگی میکنیم با پدرت، با مادرت، خواهرت، برادرت اختلاف وجود میاد، تا زمانی که شما از اون خونه بیای بیرون، ازدواج کنی و از اون خانه جدا بشی، بری برای خودت مستقل بشی، تا اون موقع بیشک و تردید آدم با پدرش حرفش میشه، با مادرش حرف میشه، با خواهر برادرش و با اقوام یه درجه دو اونورتر حرفش میشه. ولی همیشه یه ریش سفیدی هست که بیاد آشتی بده، یکی کوتاه بیاد، چون به هر حال در یه رابطه دوستی آدم باید همش نباید بگه من، بالاخره این یکی باید نیمن باشه، طرف مقابل هم باید نیمن باشه که این دوستی به وجود بیاد. ولی خب نبود کسی واقعا بتونه بیاد و این نقش رو برای ما بازی بکنه و اختلافات ما هم اختلافات واقعا جزئی بود و هنوزم هست، نه اینکه اختلافات عمیقی باشه، چون در نهایت حالا یه عده‌ای که خودشون به ظاهر میان میچسبونن به مشروطه‌خواها، یه مش مزدور اطلاعاتی اون به جای خود، ولی بچه‌ای که واقعا انسان میهن‌پرستی هستن و دلشون به حال مملکتشون میسوزه، واقعا هدفشون این هستش که پادشاه به کشور برگرده، در یه مسیری که داریم میریم توی این حرکت یه سری اختلاف سلیقه هست، واقعا هم طبیعیه. شما در یک حزبی هم که باشی
میبینید که مثلا فرض بفهمید حزب همین حزب کمونیست آلمانو فرض بفهمید یا حزب سوسیالیست آلمانو دست راستی های آلمانو لیبرالاشون سبزاشون یا هرچی، اینا در درون خود حزب هم با هم اختلاف دارن. مثلا فرض بفرمایید میان میگن که آقا دولت داره مالیات ها رو بالا میبره، یه عده‌ای که مخالف بالا بردن مالیات هستن که دولتی که بر سر کار هست بر مسند قدرت هست مدام سنگ پرانی میکنن و که آقای خیلی مالیات ها رو بالا بردی مثلا فلان و اینا، یه عده‌ای در درون همون حزب میان و توجیه میکنن بالا رفتن این مالیاتو، میان آقا درسته ما هم همحزبی هستیم، درسته ما هم حزب مخالف دولت کنونی هستیم، ولی باید قبول بکنیم شرایط کنونی کشور آلمان به دلیل مثلا فرض بفرمایید این همه پناهنده اومده، این هم از نقاط دیگه اومده، بعد ما داریم مثلا به افغانستان به کشور فقیر داریم کمک میکنیم، خب طبیعیه باید یه مقدار مالیات‌ها رو بیشتر کنیم، چون بنا به آماری که داریم وضع مالی مردم خوب شده، شما میتونید به اندازه 1% 2% گرونی کنی، یه ذره قیمت‌ها رو بالا ببری، رو هر قیمتی بنزین 10 سنت 50 سنت 10 قرون بالا ببری، این ضرری نمیزنه به جامعه. بنابراین این مسائل درون سازمانی درون حزبی وجود میاد. منتها خود چون ما بلد نبودیم، راهکارهای سیاسی بلد نبودیم، کار سازمانی نکرده بودیم، ماشاءالله هنوز هم نکردیم البته، نه که الان وارد شده باشیم، چون کار سیاسی کارهای سازمانی نکردیم وارد نبودیم، بعد بلافاصله میگفتیم که نه آقا شاهزاده باید بیاد وسط این کار بکنه اون کار بکنه، یه دونه آقا نه نمیتونه اینجوری بیاد، نه همین اون یه کاری بکنه یه کاری نکنه، بین خودمون اختلاف وجود میومد. مثلا فرض بفرمایید ما 100 نفر توی جمعی بودیم، اون میرفت یه سازمان درست میکرد، سازمان پادشاهی های مثلا آریامهری، اون یکی میرفت درست میکرد میگفت ما انشاب میدیم مثلا سازمان های آریامهری پادشاهی سلطنتی، میدونید، ولی در نهایت هم همشون واقعا میهن‌پرست، همشون هم اعتقاد به پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه دوم، اعتقاد به بازگشت پهلوی، همه اعتقادات و اون نشانه های میهن پرستی و ملی گرایی داشتن، منتها رو روش ها با هم اختلاف داشتن که هیچ کس نمیاد این اختلافات حل بکنه. کار به کجا میکشه؟ کار به اونجا کشیده میشه که امروز بعد 43 سال جوانای مملکت، یه سری بچه های بسیار فهیم و بچه هایی که رو معده حرف نمیزنن، همین مثلا تو اینستاگرام حسن به حسین چی گفت، محمد به تقی چی گفت، این حرف های واقعا سمنیه هاست، ولی بچه هایی که واقعا من برای من وایس که میذارم میدونم اینا بار سیاسی دارن و میشه باشون وارد گفتگو شد، برای من پیام میذارن که آقا تا موقعی که الان یه بحث مهمی شده تو رو خدا اینو مطرحش کنه. خب من مطرح کردم، خیلی بارم گفتم، باشه بازم باز میگم که ما باید سازماندهی بکنیم، در این شکی نیست، اصلا بدون سازماندهی هیچ باری به منزل نمیرسه. شما ببینید روزی که اون بیمار روانی از نجف وردشن آوردنش نوفلاشاتو، چون اون احمق که نمیفهمید اصلا عراق کجاست، اروپا کجاست، فرانسه کجاست، بیشعور بیسواد نفهم، وقتی که آوردن گشتنش توی یه بنزی که شمارش هم مشخص نبود، مال سازمان اطلاعات امنیت عراق، مال سفارت انگلیس، یه فیلم خیلی چیزی هم ازش هست که یک بار من این فیلمو یادم نیست کجا دیدم و دیگه هم ندیدم، توی یکی از این تلویزیونا دیدم که اینو سوار یه بنزش کردن و ارشان بردنش فرودگاه بغداد و یا نه حالا کجا بود، بعد این با سوار هواپیما شد و سر پاریس سر برد که دیگه از اونجا دیگه رنگی شد و اومد تو چیز که همون ای خمینی اینه، این آخونده اینه. برای این وقتی که رسید اونجا، خب خودش که کاره ای نبود، که برنامه ریزی برای شده بود، یعنی یه ستاد انقلاب درست شده بود در نوفلو شاتو. بچه ها خواهش ما حواستون رو بدین به من که بتونیم یه حرفی رو که آغاز میکنیم به یه اتمامی برسونیمش که دیگه پروندهش رو ببندیم، چون چیز مهمیه واقعا مسئله سازماندهی. وقتی که خمینی اون بیمار روانی رسید به نوفلو شاتو، عرضم به حضورتون یک ستاد انقلابی اونجا بود، یک کمیته اونجا تشکیل شده بود که صادق قدزاده بود، ابوالحسن بنی سگ دورجون سگ بود، ابراهیم یزدی بود و یه سری از این اراذل اوباش دوربر خودش، اون یارو صادق طباطبایی تریاک فروشه قاچاقچی اونجا بود و بعد صندوق مالی داشتن، جیمی کارتر پول رسون، قذافی پول رسون، صدام پول رسون و خیلی از کشورهای منطقه پول رسوندن، یعنی مرد که وقتی وارد آخوند بیشور وارد اون داد نوفلوشاتو شد، زیر توشکچهش یه چند میلیون دلاری پول بود، جلو دهنش هم پر میکروفون بود، همه دنیا از هند و
عرض کنم فیلیپین و دیگه ژاپن و سنگاپور، هر جای دنیا شما بگید یه میکروفون گذاشتن جلو دهن این که این تمام تلویزیون های دنیا نزدیک 5-6 ماه عرض کنم اخبار روز همه دنیا شده بود ایران، 6 ماه ایران شده بود خبر تمام دنیا. شما در هر تلویزیونی رو باز می‌کردی، پیچ هر رادیو رو باز می‌کردی، اولین خبرش ایران بود، آیت الله خمینی شاه، آیت الله خمینی شاه، بعد ایران رو نشون میداد، تهران نشون میداد، ارتش وایساده بود تخت 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 دارن میکشن و یه وضعیت درست کرده بودن که الان شاه مستقیما دستور داده به ارتش که توی خیابونای اون مملکت در 11 تا شهر حکومت نظام مردم بذارین و قلقم بکنین و سرکوب بکنین و بکشین و فلان اینا. یه چهره اینطوری از شاه توی اذهان عمومی جهان به وجود آورده بودن، همون شاهی که تا چند ماه پیش یا شاید چند هفته پیش عرض کنم اونطوری مورد استقبال جهانیان قرار می گرفت، تبدیل شد به یه جنایتکار خونخوار دیکتاتوری که دستور به ارتشش داده، بعد تو خیابون هم نشون میده مثلا پلیس نبود. خب ما چون نیروی ضد شورش نداشتیم، آمادگی نداشت از مملکت متاسفانه، بعد تانک وایساده، تانک اومد وسط خیابون، یعنی تهران شده بود مثل مثلا چیز سانتیاگو، مثلا تهران شده بود مثل مثلا هاوانا، مثلا یه همچین صحنه شده بود مثل سایگون، یه وضعی به وجود اومده بود که مثلا تانک ها مثلا تو خیابون بعد روبرو مردم و بعد دستور تیراندازی میدن و سربازا هم نشستن رو زانو و پلخ پلخ دارن میزنن، بعد از این طرف داشتن یه چهره نشون میدن که یه مرد، ببخشید گفتم مرد، یه نامرد بی پدر و مادری که این اصلا رفته تو قالب بستنی حضرت مسیح، اصلا این مسیح زمانه، بعد این گاندی خم میشه، این مسیح مثلا عروج میکنه، این یکی خروج میکنه، خیلی پاکه، این هم هی دست میکشید به ریشش میکنه، نگاه کن ریشش این به سفیدی برف، به پودر برف، ریشش رو نگاه کنید چقدر سفیده، چقدر تمیزه، بعد اصلا این را میره همینطوری نور هست، شبا که میخواد از تو چیز بره، از توی اون طویلش بیاد بیرون، تمام برقای نوفلوشاتو قطعه، چون اصلا وقتی میاد بیرون همه اون دهات نورانی میشه، اصلا خیلی پر نوره، نور بالا هم زده بی پدر و مادر، بله. بعد نهلینش از قیب جفت میشه، تمام اینام که دور برش وایستادن، یه با خدایی نکرده، فکر نکنید مثلا صادق قدزاده تروریست شناخته شده بین‌المللی، پاس سوریه داره، پاس بحرین داره، پاس لیبی داره، پاس کوبایی داره، بله، پاس آرژانتینی داره، یه بار خیال نکنید این تروریست ها، نعوذ بالله، یه آدم بسیار متین جنتلمنی دانشجو با سواد، این شاه اینو برده بود ساواک، اصلا این دست چپش هم مصنوعی با اره بریدن، بعد این چیز با بدبختی و ظرفشویی و بیچارگی تو آمریکا درس خونده، الان شده مترجم آقا ابراهیم یزدی، رو خیال نکنید دفعه جاسوس CIA رابطه مستقیم برژنسکی و سایروس فانس با امام خمینی، نعوذ بالله، استغفر الله، یک مرد بسیار شریف، اصلا نه تا حالا آدم کشته، نه جنایت کرده، نه دزدی کرده، نه مواد مخدر جابجا کرده، پاس امریکایی داره، تو جلسات فراماسونرا هم میره، اون یکی صادق طباطبایی که بهش میگفتن صادق خوشگله، خیالم نکنید اون قاچاق فروشا اصلا و ابد، اون فقط از طریق کشورهای آفریقایی با پاس‌های مختلف تریاک میاره تو اروپا، بعد هروئین وارد میکنه، کوکائین وارد میکنه، با امام موسی صد رفیق جونجونیه، اصلا سر حساب اون پاس لبنانی داره، اصلا یه پاسایی دارن که وارد فرودگاه میشه خدا اینا نمیتونه چیزش کنه، نگاه بکنه، بعد اسلحه میبره، اسلحه میاره، شناسایی میکنه، پول به کنفدراسیون میرسونه، اینا خلاصه مش آدم پاکم دور و برش گرفته، مثلا ابولی بنیسا، یه دفعه خیال نکنید این نوکر سازمان اطلاعات و امنیت فرانسه است، اصلا و ابدا، اصلا اینسان اونورا نمیره، تا حالا تو عمرش پاش یه بار به کلانتری پاریس نخورده، و یه مشتم آدم پاک دوروبر اینه گرفتن، این بیچاره بنده خدا نگاه کنید داره میگه به فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، آلمانی، ژاپنی، چینی، هندی، زبون زرگری، زبون سوسکی هم داره تو دنیا ترجمه میشه، میگه که ما چیزی نمیخوایم، ما میگیم آقای شاه شما چرا جوانا رو میکشید، مگر این مردم از شما چه خواستن، مردم میگن ما اسلام میخوایم، شما همیشه میگید اسلام خوب نیست، همیشه میگید تمدن ها، ملت تمدن نمیخواد، ملت ایران تمدن دارد، ملت اسلام را میخواهد، تمام دعوا بر سر اسلام است، شما دارید اسلام را نابود میکنید، اسلام همیشه تو ایران بوده، مردم مسلمانن، همیشه مردم مسلمان بودن، هی اسلام مسلمان، اسلام مسلمان، تو ماش بگو من ماش بگو، تو ماش بگو من ماش بگو، انقدر اینو گفتن این رفت تو ذهنیت مردم. خب اینو کی درست میکنه؟ همون پروپاگاندا، همون کمیته انقلاب، همون تیمی که اونجا جمع شده و بهش میگن که دیکته بهش میگن، میگن آقا تو رو دو تا جمله
حساسیت نشون بده، تکرار کن. یکی اینکه ما اسلامو میخوایم، یکی اینکه شاه باید بره. شما هیچ بقیهش که میگی ما خود دل ما خودمون ترجمه میکنیم، ولی روی این دوتا حتما تکیه بکن که شاه باید بره، چون شاه زاده پدر اسلامو در آورده، جوانای مسلمانو میبرن تو زندانا رو اینا رو جوجه کباب میکنن، بعد مملکت چیز شده به دست بهایی ها افتاده، یهودی ها و صهیونیست و حضرت موسی و حضرت میرفندرسکی و فلان اینا همه اومدن دارن قبر ائمه شیعه رو اونجا در داغون میکنن، بعد بجوری اسلام در خطره. الان نگاه کن مردم تو خیابون دسته دسته همینطوری گروه گروه مردم دارن میفزن به سمت شهر زیبا و باستانی سان فرانسیسکو، همه رو دارن شهید میکنن. خیابون رو هم نشون میده. داخل کشورم این کمیته‌ای که بیرون تشکیل شده یه شعبهش هم داخل کشوره. این شعبه کیا هستن؟ آخوندهایی هستن که سر منبرها هستن، دارن مزخرفات اونو، چون موقعی که اینترنت نبود، اینستاگرام و تلگرام و چیزا نبود، که اونا هم نشستن داخل کشور که آقا حضرت امام فرمودن که دانشجویان چرا نشستی دانشگاه، یا چرا نشستین فردا دانشگاه تعطیل میشه. آقا این سینماها هنوز دارن فیلم نشون میدن، 30 تا سینما رو آتیش میزدن، تمام سینما جلوشون تیغه میکشیدن. آقا این قمارخانه ها، این مردم مسلمانن، شهر پر از قمارخانه است، یا 200 قمارخونه و کازینو و دیگه نمیدونم مراکز در حال تفریحی و کافه و عرق فروشی و اینا رو میریختن و مال و اموال مردم آتیش میزدن و کار که شروع بهش گرفتن، رفته بودن عرق فروشی سر محل ما رو مثلا 200 آبجو داشت، 100 تا ویسکی و ودکا داشت، زدن بیچاره موسیو بدبخت و همه چیزاش رو ریختن تو جوب آتش زدن، مال مردم و بیچاره بعد اومد جیگر میفروخت، جیگرکی وا کرد. به هر حال اون کمیته هم که تو ایران تشکیل شده بود داشت حرفای همون رو منتقل میکرد، یعنی شده بود بلنگوی اون، و در کنارش چون برنامه ریزی شده بود، یعنی کار به این نبود که اینا 28 مرداد سال 57 که سینما رکس آبادان آتش زدن، این طول کشید تا دیما، تا 26 دی که عرضه 26 دی کشور تر کردن و اون بیمار روانی هم 12 بهمن خبر مرگ شما دو تموم شده رفت. نه، موضوع به این 5-6 ماه نبود، روش برنامه ریزی شده بود. اونایی که مهرهایی که تو داخل کشور داشتن، اون مهرها حالا تو رادیو و تلویزیون و تو تمام ادارجات، تو شرکت نفت و دیگه بودم به اصطلاح اون تشکیلات صنعت نفت و اینا چیز شده بودن، نفوذ کرده بودن تو اداره برق و اداره آب. یه دفعه میدیدی برق 600 رفت، یا میدیدی مثلا آب قطع شد، نارضایتی به وجود بیارن، یا صنعت نفت اعتصاب میکرد، یا بنزین نبود، مردم صف میکشد، خب مردم باید سر کار زندگیشون دیگه، رفته رفته تق و لق میشد مملکت، یارو میگه آقا من بنزین نزنم، خب نمیتونم مثلا از تایی شهر باشم برم شمال شهر برم، میذارم من معلمم کارمند و هر چی، نمیتونم به محل کارم برسم. ادارات تعطیل میشد، مدرسه ها تعطیل شد، چون معلم ها هم نمیدن سر کلاس، دانشگاه با آتش کشیده شد، تیراندازی شد، یک هماهنگی شد که این هماهنگی رو کی را انداخت؟ کمیته انقلاب. سر اصلیش کجا بود؟ تو نوفل و شاتو. یه شعبهش کجا بود؟ تو تهران. یه شعبهش تو مشهد، یه شعبه تو تبریز، یه شعبه تو اصفهان، یه شعبه تو قم. شعبه داشت. بعد اینا میادن 4 تا مغازه رو آتیش می‌زدن، یهو مثلا بازار اصفهان تعطیل می‌شد. 5 نفر رو خودشون تو تبریز علای جمعیت با تیر می‌زدن می‌کشتن، می‌گفتن قم، میگفت سوم تبریز. 6 نفر تو قم کشته می‌شد، مشهد میگفت مثلا هفتم قمیا، بعد 7 نفر تو مشهد کشته می‌شد، اصفهانیا می‌گفتن مثلا 40 مشهدیا. و این هماهنگی دست به دست هم داد و باعث نابودی کشور شد. به این چی میگن؟ به این میگن سازماندهی. پس اگر اون سازماندهی نبود، مملکت به دست آخوند نمیافتاد. خیلی خوب، تعارف ها رو کنار بذاریم. میگه از تعارف کم کن به قیمت بیفزا. تعارف ها رو کنار بذاریم، ما سازماندهی نداریم بدون تعارف. یعنی این چیزی که من دارم میبینم، شاید پشت پرده سازماندهی شده باشه، شاید به هر حال انسان‌های شریف فهمیده، به هر حال شاید اتفاقاتی افتاده باشه، ولی اون چیزی که من دارم می‌بینم، من پشت پرده نیستم، دستم هم به پشت پرده هیچ کس نیست و نمی‌خوام هم باشه، ولی چیزی که من دارم می‌بینم خب سازماندهی نیست متأسفانه. ما یه تشکیلاتی به اسم کمیته انقلاب نداریم، یا کمیته براندازی، یا هر چه اسمش رو بخوایم بذاریم، کمیته آزادی، چه بدم، یه تشکیلات سیاسی متاسفانه در خارج از کشور نیست که بتونیم کارمونو بکنیم. چرا نیست؟ به خاطر اینکه از روز اول یه عده نفوذی اومدن تو ما، یه عده‌ای هم خب نمیدونستیم، فهم و شعور سیاسی نداشتیم، عقل سیاسی نداشتیم، بینش سیاسی نداشتیم، یه عده‌ای هم که خب مثل که
خوششون می اومد که همش بشن دبیر کل و بشن رئیس و بشن فرمانده و بشن فلان و اینا، بیشتر ضربه می زدن، بیشتر به این اختلافات سلیقه‌ای که وجود میاد بیشتر میادن دامن میزدن که مثلا اونا بشن رئیس. و این مجموعه دست به دست هم داد، الان اوضاع سیاسی اینی هستش که همه ما الان داریم میبینیم. خب طبیعتاً چی میشه؟ طبیعتاً با این وضعیتی که وجود میاد تمام نگاه مشروط خواهان واقعی، نه یه مش گیج میشینن این برمت مزخرف میگن، تمام نگاه ملت داخل کشور میاد به سوی یه نفر، به سوی پادشاه مملکت، به سوی اعلیحضرت پهلوی سوم. خب ما هم که تو خارج از کشوریم تمام نگاهمون میاد به سمت کی؟ به سمت همین پادشاه مملکت، که میبینیم ملت در داخل کشور به هر حال با هر بدبختی، فشارهایی که تحمل کردن، کشته دادن، خب خیلی مصیبت رو تحمل کردن. ساده نیست تو ایران 43 سال زندگی کردن. من همین الان من بذارن تو ایران 43 دقیقه نمیتونم تحمل کنم، چرا دروغ بگم؟ آدم باید یه سیخ به خودش بزنه، یه جوالوز به مردم. من تازه با شماها یه چند تا گفتگو میکنم میبینم خیلی فاصله فکری عمیقی بین مایی که تو خارج از کشوریم با شما که تو داخلی به وجود اومده، تازه با این تفاوت که من خیلی خودمو به سمت شماها نزدیکتر میدونم، یعنی هنوز اون مرام و اون ایرانی بودن و خودم رو حفظ کردم، ولی با همه شرایط دارم میبینم تفاوت‌های بسیار زیادی در نوع نگرش‌های، حالا سیاسیمون رو بذاریم کنار، در نوع نگرش‌های اجتماعی ما خیلی وجود داره، خیلی وجود داره. طبیعی هم هست، شما در یک کشور داری زندگی میکنی که مثلا بی‌اخلاقی، بی‌قانون، هر کی زورش بیشتر مثلا کارش راحت‌تر، با زور باید بجو، مثلا میری نون میگیری چیه نوبت منه دیگه، نمیدونم میخوای بری بنزین میزنی چیه، من کوری و نمیبینی، من میخوام مثلا 80 لیتر بزنم، آقا اینجا نوشته مثلا نفر 20 لیتر، میخوام آقا 200 لیتر بزنم، همه عصبی، همه اگریسیو، همه شاکی. مثلا میری دکتر میبینی یارو زیر میزی پول میده، بعد میگه آقای فلانی نوبت شماست، اون یکی برام میشه خانم من 5 ساعت اینجا نشستم، میگه نشستی که نشستی، این آقا مثلا 6 روز پیش نوبت گرفته، همین داستانی که خودتون برام تعریف میکنی. مثلا اداره آب میاد دم خونه، خانم پول آبو ندادی، تق آبو قطع میکنه، پول برق میاد دق برقو قطع میکنه، نه اعتراضی، نه نمیدونم نامه مؤدبانه بیاد، خانم آقا شما مثلا پول آب و برقتو ندادی، 14 روز فرصت داری بدی، بعد تازه باز همتون الکی نیست به آب و برقتو رو قطع بکنی، یه داستان دیگه، روند قانونی باید طی بکن، بعد بله بعد میاد قطع میکنن اینترنتو، یهو قطع میکنن، یهو چوب برمی داره بچه مردم تو مدرسه به قصد کش میزنه، بعد یهو دانشگاه تعطیل میشه، میگه انقلاب فرهنگی چیه، مرد بر بیجاب، مرد بر دانشجو. خب وقتی آدم تو این محیط بزرگ میشه، تو این محیط ناخواسته یه سری نافرهنگی رو، یعنی چون فرهنگ که ریزی زده فرهنگ دیگه، یه سری زده فرهنگی رو یاد میگیری، بعد منی که هستم تو خارج از کشور میبینم اینجا هر قدمی که میزنی همش قانونه، یعنی شما از پا تا در خونت میذاری بیرون باید یه کتاب 1000 صفحه قانون زیر بغلت باشه، اینطوری باید رانندگی بکنی، اینطوری باید راه بری، آشغال تو خیابون نندازی، تنه به کسی نزنی، جای میری مثلا 3 نفر تو صفن، تو هم باید بری واسه تو صف، اگه یارو داره 5 دقیقه با این حرف میزنه آقا ولکام بابا نوبت ماست، این حرفا نیست، تا نوبت نشه اعتراضی 100 تا نونوایی هست برو نونوایی بعدی. بعد داروخونه میری، بعد وایسی یهو میبینی خانومه داره نیم ساعته برای یه پماد دوزاری داره به اون خانومه، به اون آقای داره توضیح میده که یعنی اینطوری بعد اینجوری بمالی دستو، بعد بشوری فلان، پیرزن نمیدونه بعد چند بار تکرار کنی، بلند حرف بزنی، بعد تازه بری دستشو بگیری از در داروخونه برتش بیرون، حالا تو وایسادی مثلا یه قرص میخوای، یعنی کار تو 1 دقیقه است و نیم ساعت بعد وایسی و اعتراضی هم نباید بکنی، مطب دکتر میری به همین شکل، نمیدونم میخوای بری لباس بخری، شلوار رو برداری بپوشی بعد پرتش کنی کنار، تیشرت رو بپوشی، اینطوری نیست. خب این یه سری اختلافات فرهنگی به وجود میاره در سطح مسائل حالا عمومی و اجتماعی جامعه، بعد حالا شما اینو میرید بیایید در سطح مسائل سیاسی که ما با هم در ارتباطیم، حالا ما از نظر اخلاقی که من معلم اخلاق جامعه نیستم، نه من تغییر میکنم نه شما تغییر میکنید، نه من اصلا میتونم شما رو تغییر بدم از پای یه 4 تا تک زدن و 4 تا پیام رد و بدل کردن، نه شما میتونید من تغییر بدید، ما فقط گفتارمون گفتار سیاسیه. بعد وقتی که ما میرسیم به اون مرحله گفتار سیاسی، خب من بیام برای شما چی رو باز بکنم،
اینو دارم میگم، نه اینکه آقا نه از من اینو بپرسی یا مثلا درد جامعه اینه، حرف ما اول گوش کنیم، میخوام مقصودمو بهتون برسونم. خب من باید بیام چی رو برای شما باز کنم که دلیل این عدم عرض کنم نبودن این کمیته، این سازماندهی، نبود یک سازمان سیاسی چیه؟ خب این خیلی داستان داره، این داستانش با یه صد نیم صد دو صد برنامه و چهار تا کلیپ پخش کردن نیست، یک مسئله عمقیه، یک مسئله عمیقیه. اینی که من بدبخت، واقعا بدبخت، چهار سال و نیمه دارم گلو پاره میکنم، یعنی کاری که اگر میخواستم در حالت عادی مثل ناهزارات دیگه بشینم ولو بشم نیم ساعت فقط حرف بزنم، بعد برم مصاحبه بکنم، بعد 10 دقیقه کتاب بخونم، یه روب مثلا فرش بفروشم، 20 دقیقه مثلا بیام بگم حسن رو خط دارم، نیم ساعت بیام مثلا عمه جونم بگم، بعد بزنم تو خاطرات، بعد برم تو خانه پدری، بعد برم تو خونه ننم. اگه من خودم اونطوری کار کنم به جای 4 سال من باید 12 سال اینجا میشستم، یعنی من فرض کنید الان من اینجا 12 سال پیش شما نشستم نه 4 سال. منتهی مراتب اونا با این گرفتاری سنگری که ما هستیم، یعنی باید همش به فکر مسائل مالی هم باشیم، چون اگه مسائل مالی ما حل نشه، خب نه یه ما نه حد اکثر دو ما دیگه اینجا درش تخته میشه میره، چون پشتش کسی نقابیده، پشتش نه پول وزارت امور خارجه انگلیس قابیده، نه حزب دموکرات امریکا پشتش قابیده، نه حسن آقا پشتش قابیده، نه فرش فروش پشتش قابیده، هیچ کی پشتش نقابیده، پشت این شما قابیدی، شما ملت. بنابراین در طول این 4 سال و نیم تمام سعی و کوشش من این بود و این هست تا اطلاع ثانوی متاسفانه با این وضعیت کنونی جامعه، این بود و این هست که عزیزان من، ما در یک این قشنگ دقیقاً جمله رو گوش کنید خواهش میکنم، ما در یک هچل افتادیم، یک گودال رو فرض کنی که دهنه این گودال مثلا به اندازه 5 برابر میدون شهیاده، اینطوری مثلا میدون شهیاد ببینید دورشو اینو 5 برابر بزرگ کنید ببینید چه سوراخی میشه. ما هممون 80 میلیونمون رفتیم افتادیم توی همچین گودالی، خیلی هم عمیقه، هیچ نردبونی هم نیست، هیچ یکمون بالا نیست، یه تناب بندازه، حتی یه تناب بندازه برای این 80 میلیون که یکی از اونجا بیاد بالا بشیم دو نفر، ما دو نفر بتونیم دو تا رو بکشیم بالا بشه 4 نفر، 4 نفر بتونیم 4 تا رو بیاره بالا بشیم 8 نفر، تصادفی بتونیم یه در نجات بدیم. هیچکی هم نیست، نه تنابی هست، نه کسی اون بالا هست، نه نردبونی هست، تازه از اون بالا هم یه عده ناشناس، ما نمیبینیمشون، صداشون رو میشنویم، میگه من مجاهدم، سنگ میندازه یکی اون گوشه میگه آخ سرم، سر اون شیکست کی بوده مثلا یکی از بهترین بچهای میانپره است، یکی از اون بالا سنگ میندازه میگه من چریک فدایی ام، اون سنگ میندازه میگه من علی تایزی ام، اون سنگ میندازه میگه من معصوم قمی ام، اون سنگ میندازه، اینام هست. خب منتهای مراتب اگر ما بخوایم این واقعیت که الان برای شما من تعریف کردم، این نظر منه ها، شاید این نباشه، شاید این دارم من مزخرف میگم، اگر ما بخوایم قبول بکنیم که این نظریه بنده صحیح است، پس باید بگیم آقا هیچ چیزی که فاتح احمد صلوات بریدیم و از این چاها هم که به این چیزی که رضا احمدی میگه اینقدر عمقش زیاده که 80 میلیون آدم افتادن تو این سوراخ، تو این گودال، هیچکمون بالا نیست، تازه ناتانلی نیست، بلکه از اون بالا دارن سنگ هم میزنن، تازه ما اگه موفق باشیم برسیم اون بالا، اونا با چوب و چماق و اسلحه سرد و گرم از اون پذیرایی میکنن، بچه خاکی به سرمون برسیم. نه، اینجا از این به بعد من داستان اینطوری نگاه نمیکنم، من واقعیت رو میبینم، ولی برای اینکه این واقعیت متاسفانه تلخی که وجود داره، من براش فرمول دارم، یعنی اومدم فرمول من به شما گفتم، میگم آقا واقعیت اینه، ما در یک همچین هچلی گیر کردیم، در همچین گودالی افتادیم، این یک دسیسه بین المللی بوده، این کار محمد آقای مازفروش سر محل ما نبوده، این کار حسن آقای نمیدونم گردو فروش سر میدون تجریش نبوده، این کار سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جهان بوده، این کار خروج خدایگان از ایران نقشه فراماسونرها بوده. من دارم راجع به فراماسونر صحبت میکنم، مثلا راجع به حاج روغنی مثلا بازار نمیگم، دارم راجع به یه جریانی میگم که دو قرن دنیا رو رو کاکلش داره میچرخونه، صحبت بر سر 200 سال حکومت یک خاندانی در جهان هستن که معلومه اینجا اینا چه بی پدر و مادرایی هستن.
بعد از این خاندان چند تا خاندان دیگه، از این اژدها چند تا بچه اژدهای دیگه هم زایده شده، مافیای اسلحه اومده بیرون، مافیای نفت اومده بیرون، مافیای مواد مخدر اومده بیرون، مافیای فروش اعضای بدن اومده بیرون، مافیای حراج دختران اومده بیرون و و و. ولی سر اون مافیاها اونجاست، اژدهاها اونجا دو لندنه، دو اسکاتلنده، اوکی؟ ولی خب این 10 تا بچه زایده، یه بچهش تو تگزاس، یه بچهش تو شیکاگو، یه بچهش تو نیویورک. خب اون ساختمونا که چیز نبوده که، بلال که نبوده، یا مثلا یارو 200 طبقه ساختمون زده. اون خیابونه چیه مال نیویورک، وال استریت چیه که میری اصلا سالیان سال گویا آفتاب وسط اون خیابون نخورده. خب این الکی اون بالا، این ساختمونا نرفت اون بالا، تجارت خانه جهانی، یعنی بازار دنیا اونجاست. ما وقتی میگیم بازار تهران، ببین چه جوری با چه چیزی میگیم، چه عظمتی راجع به شرف میزنیم، بازار تهران، بازار تبریز، بازار اصفهان، چون پول مملکت اون تو خوابیده متاسفانه در جنبه سنتیش، با کمال تأسف، نه مالیاتی نه چیزی هم داری، هر دنبیل. حالا اونو هزاران هزاران هزار برابر بکن، بهش میگن بازار نیویورک. صحبت بر سر اینه که در یک ثانیه، نه یک دقیقه، در بازار تهران اگه ساعتی 100 میلیون تومان یا حسب بگو دلار جابجا بشه، در بازار نیویورک در یک ثانیه خداد میلیارد دلار سود و ضرر داره میده. یعنی به سر سوزن چشمتو بزنی رو هم واکنی، یهو میبینی تلق بورس خورد زمین. چی شد؟ یه جاش یه بچه سکته ای کرد، یه تکون بخوری میگن آقا یهو نگاه کن چه سعودی کرد. خب یه همچین سیستم جهانی اومده میگه این آقایی که اسمش محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایرانه، همون آقایی که ما خودمون آوردیمش نیویورک، زیر پاش فرش قرمز انداختیم، تو واشنگتن واسهش دیسی توپ شلیک کردیم برای خودش و همسرش، اون آقایی که ما میدونیم، ملتش نمیدونه اون چه مغزیه. ما باید این آقا رو از اونجا ورداریم، آواره دنیاش بکنیم، انقدر بچرخونیمش گیج بشه، آخرم با عملای نادرست و سوزن و آمپول و دوا، تازه خیلی مؤدبانه، خیلی مؤدبانه، یعنی هنوز جهان اون موقع، سیاست مدار اون موقع خیلی با شرف بودن، مثلا جیمی کارتل و دیگه اون داردسته سایروس وانسا اینا، خیلی اون بیشرف ها خیلی با شرف بودن، که مثل سیاست مداران چند دهه بعد که اون بلا رو سر صدام حسین آوردن، اون بلا رو سر قذافی آوردن، اون بلا رو سر شاه نیوردن. الکم نشینید مانو بیا، نه آقا با شاه نمیسه این کار بکنن. چرا؟ میتونستن. منتهای مراتب اون موقع جهان اینطوری نبود، چون شاه صدام نبود، چون شاه قذافی نبود، برای شاه نمیتونستن این دیکته رو اون موقع بنویسن. اگر این اتفاق الان میافتاد، اون دیکته رو همین الان برای اون شاه مینوشتن، چون نسلا عوض شده بود، دوران کندی دیگه نبود. دهه الان از دهه 60 یا و 70 یا سیاستمداران جهان هیچ کس دیگه نیست. دیگه شما نمیبینید نیکسون، جانسون، برژنف، حالا چه چپش چه راستش، چه بلوک شرق چه بلوک غرب، نمیبینید دیگه اونا رو. شما الان یه آدمی میبینید که اینا دوران تلخ بشریت رو ندیدن، اینا بهترین و طلایی ترین دوران دیدن، مثل مرکل، مثل شرودر، مثل حاج حسین اوباما، اینا طلایی ترین دوران بشریت دیدن. یا خیلی بچه بودن وقتی جنگ جهانی تموم شده، یا اینکه نوجوان بودن، بچه بودن، یا اینکه بعدها چه بزرگتر شدن و چه و چه و چه و چه و مثلا در دهه 60 مثلا 20 سالش بوده، دهه 70 مثلا 25 سال 30 سالش بوده. میدونی چی بهتون میگم؟ دوران طلایی بشر دیدن. بعد اینا اصلا توی سیستم دیگه بزرگ شدن، توی سیستم اداری دیگه بزرگ شدن. جنرال شوارتزکوف رهبر به اصطلاح فرمانده چیز ارتش امریکا، که اون به اصطلاح فاتح جنگ با صدام، انگار شاخ قولش گیرزه بعد بغض یارو با اون ارتش در بداغونش، اونو شما میخواید بذاری کنار جنرال آیزنهاور، خیلی جنرال آیزنهاور خیلی با شرف بود، یه اصلا رحم و انصاف نداشتین. وقتی حمله کرد به عراق، حد دو متر یه متر تو عراق که بیل میزدید، دو تا ترکش خمپارهای امریکایی میومد بیرون. اونایی که حمله کردن به ویتنام، ژنرالاشون خیلی باشرف بودن نسبت به ژنرالایی که حمله کردن به لیبی و عراق و به یوگسلاوی و فلان. به هر حال مقصود این که ما توی همچین حچری تو دنیا گیر کردیم، ولی این دلیل برای نمیشه که آقا ما بازی رو باختیم دیگه، فراماسونه رو، مافیای اسلحه و مافیای جنگ نفت و مافیای نمیدونم فلان و فلان، و بس چیزی که ول معطل میگه بریم قبر خودمون بکنیم. نه، اگر ما ملت ایران، یعنی در اصل شما ملت داخل کشور،
اگر شما در طول این 43 سال مقاومت نمی کردید، اگر با همین جملات ساده که تو خیابونا تو کوچه بازار، خیال نکنید اینا به گوش جهانیان نمیرسه، جهانیان خودشونو به خریت میزنن، خودشونو به کوچه علی چپ میزنن، وگرنه دنیا میدونه که در مثلا نونوایی سنگکی اونور مثلا سرخس، دیگه نمیگم تهران و مشهد، در نمیدونم بقالی آمولا علی اون طرف پشت دلدهات و چه میدونم اون برای خرم آباد، یه روستاهایی که اصلا ما نمیدونیم، خود ما تو داخل کشور نمیدونیم کجاست، شاید خود بچه های لورم ندونن کجاست، هنوز میگن خدا اون پدر و پسر بیامرز، خدا رحمتش بکنه. روغن مثلا حلبی 20 تومن بود، برنج مثلا این کیلو 15,000 بود. اینا به گوش جهان میرسه که هنوز ما نتونستیم اون ریشه هر رو بکنیم. چه کار کنیم که این ریشه، بابا نفت ریختیم زیر پا روی این درخته، درخته که کندیم، اصلا از ریشه کندیم، این چرا پس هنوز از بغل این خاکه داره جوانه میزنه بیرون؟ بابا مگه ما روی این خاک اسید پاشیدیم، آهک ریختیم، بنزین ریختیم، آتش زدیم، شخ زدیم، ما هر کاری کردیم که این ریشه بسوزه کردیم، یعنی کار دیگه نمونده که بکنیم، مگه یه اتم بزنیم روش؟ ما هر کاری از دستمون بر اومد انجام دادیم. پس این خاکه چرا هنوز یه هم میبینه از اون طرف یه ریشه زده بیرون، دوتا برگ سبز داده بیرون؟ خب جلال خالقین چطوریه؟ خب این همون فرهنگ عمیقی که ما داریم، چیزی که زندگیات فریدون فرخزاد همیشه بهش اشاره میکرد، میگفتش که ما با سلاح فرهنگی میاییم به جنگ شما، واسه خاطر همین ما نمیگیم تنها راه رهایی جنگ مسلحانه، برای خاطر همینه که ما تو جیبمون قمه و چاقو نمیذاریم، برای خاطر همینه که ما مثل سازمان‌های تروریستی مجاهدین و فدایی نمیریم تو کوها کوکتل طرز تهیه کوکتل مولوتوف یاد بگیریم، طرز تهیه نارنجک دستی یاد بگیریم، چجوری از دست آژان فرار کنیم، چجوری مثلا بریم پاسبون دم پستو بزنیم بکشیم، چجوری بریم سیاهکل اون برنامه درست کنیم. چرا؟ چون ما یه سلاح مهمی تو دستمونه. سلاح ما چیست؟ سلاح فرهنگی. اینو دست کم نگیرید ملت ایران. یه دقیقه هلو حواستون رو بدین به من، نرین تو خواب و خیال، چون من یه لحظه حس کردم دوباره خوابیدید، بیدار شی. ما بزرگترین سلاح تو دستمونه، سلاح فرهنگی. اون سلاح فرهنگی که تو دست ماست فعلا مملکت نگه داشته، وگرنه هدف فقط این نبوده شاه رو ببریم، خب اینا میتونن شاه رو اصلا ترورش کنن، بکشنش، یه جوری از فیزیکی از بین ببرنش. هدف تجزیه ایران بوده. اون خدا بیامرز روانشاد وقتی میگفت، میفرمودن که تا من هستم ارتش هست، تا ارتش هست تمامیت ارضی هست، اگر برم ایران ویرانستان میشه، اگر برم ایران ایرانستان میشه، اگر برم شمع وردنی چراغ وردنی دنبالم بگنیم. اون خدا بیامرز میدونست نقشه چیه. نقشه فقط حزب محمد رضا شاه پهلوی نبود، محمد رضا شاه پهلوی یه شخص بود، یه آدم بود، ترور میشد، کشته میشد، میرفت. هدف زدن اون تفکر بود، هدف سوزاندن اون ریشه بود، هدف این بود که این تخم لقی که تو دهن ملت ایران 2500 سال شکسته شده، این تخم لق از دهن ملت ایران بگیره. شاه، شاهنامه، شاهراه، شاهزاده، شاهنشاه، شاه ماهی، شاه مهره، شاه بی، مهمانی شاهانه، بابا اینا دهن ملت ایران بگیریم. ولی ساده نیست، تو با 40 سال نمیتونی این کارو بکنی، این یه پروسه 60-70 ساله میخواد. یعنی چی؟ یعنی آخرین نسل محمد رضا شاه پهلوی که بنده باشم، نوجوانان اون نسل، ما برسیم به مرز 90-95 تموم بده کارمون، یعنی اسم خودمونم یادمون بره، باید مثل ابولی بنی سگ آخر اون پوشک به خودمون ببندیم. اون موقع اینا به هدفشون میرسن. چون وقتی 7-8-10 تا نسل دیگه بیاد، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل ایتالیا، تازه هنوز ایتالیا هم نتونستن با اون شکل چیز بشه، یعنی اون سلطنت داره قلقل میکنه زیر خاکای ونیز و روم و حضورتون عرض کنم فلورانس و این ور اون ور، خب بتونن مثل جریان روسیه با یک حمله گازنبوری 70 سال بگن خفه شو، حرف نزن، تکون نخور، بفرستش سیبری، بکشش. شبا با این مامورین کاگبه با این کاپشنای بلند مشکی چرمی و اون کلاهای چرمی میرفتن تق تق در خونه رو میزدن، دو تا هم بیشتر نمیزدن، یعنی در سوم با لگد میرفت تو، از پشت پنجره نگاه میکردم گفت اوه کاگبه، در رو که وا میکرد حرف واحد نمیزد. اون آدمی که مورد نظرش بود، حالا زن اون خونه بود، مرد اون خونه بود، نمیدونم بچه، میگرفت میذاشت تو ماشین میبرد، تموم شد دیگه نمیدیدیش، جرئت نداشتی گریه کنی.
بچه‌مو کجا میبرید؟ دست راه میکشید پخ میذاشت تو دهنه، تموم شد. هیچ همسایه‌ای نمیومد تو راپلا، چی شد، کی زد، کی بود؟ به این راحتی میبرده. اون برنامه رو پیاده کردن که مردم تزار رو یادشون بره، که در دوران تزار با همه بدبختی، با همه فشاری که سلطنت داشت روشون می آورد، خب خیلی فاصله طبقاتی بود، خیلی فقر بود. یکی از مهمترین عواملی که اون انگلس اومد و اون سرمایه‌دار معروف اومد که این لنین رو کوکش کرد که بره بزن چک و پک تزار رو داغون بکنه، این بود که فقر عمومی شده بود تو جامعه و باید در برابر این فقر می اومدن یه داستانی می چیدن که اگر تو بیای به من وصل بشی ما به این فقر غلبه می کنیم. متوجهین؟ و ریشه رو سوزوندن. شاید اون ته اونور روسیه مثلا یک پیرزن پیرمرده بگن تزار، مثلا دوران تزار، ولی در نهایت تموم شد اون دوران. روسیه دیگه هیچ وقت سلطنتی نمیشه مگر یه اتفاق خارق‌العاده‌ای توش بیفته، یه چیزی بشه که اصلا هیچکی نمیدونه قراره چی بشه. و بعد داستانهایی که تاریخی که بعد از جریان تزار براش درست کردن، بعد از لنین و بعد استالین و بعد جریان برژنف، خودش اصلا برای خودش داستانی شد، خروشوف قبلش برای خودش داستانی شد، بعد تسلیحات مسابقات تسلیحات اتمی و بعد فرستادن یوری گاگاری به جهان، و که نگاه کن ما اولین چیزی هستیم که از جو کره زمین رفتیم بیرون ولی نتونستیم بریم تو ماه بشینیم، و بعد کمک کردن به ویتنام، کمک کردن به لاوس، کمک کردن به کوبا، وارد جهان شدن، شدن امپریالیست برای خودشون، شدن یه ابرقدرت و چه و چه، که مردم و هوش و حواسشون رو برگردونن بگن آها جمهوری سوسیالیستی شوروی، بعد ما ابرقدرت شدیم، ما جلو امریکا بایستیم، آره ما نمیخوایم کوکاکولا بنوشیم، نمیخوایم مثلا لباسای امریکایی بپوشیم، مهم این هستش که ما چیز باشیم، انقلابی بچیم. و رو نسلا کار شد به طوری که بچه هاشون دیگه دستمال گردن قرمز میبستن میرفتن مدرسه، و هر جا که میرفتی اسم لنین میومد انگار اسم آقا امام زمان اومده، به جای سه تا صلوات سه تا صلوات واسش میدادن. کلن تاریخ و فرهنگ روس رو عوض کردن، اون روس تزار لوس نونو رو آوردن تبدیلش کردن به داس و چکش و پتک و شعارهای انقلابی و میدان سرخ و رژه ارتش و کاگبه و ارتش سرخ، و ما قدرتمندیم، همش تو گوششو میخوندن شوروی شوروی قدرتمند، سوسیالیست سوسیالیست، دهقان کارگر کشاورز. خب این تونست تاریخ عوض بکنه، منتهای مراتب اینا این کارو با ایران تا الان نتونستن بکنن به چند دلیل. یک، ایران از شوروی قدمتش بیشتره، تاریخش غنی تره، ایران شاهنامه داشته، فردوسی داشته، ایران سعدی داشته، ایران حافظ داشته، ایران مولوی داشته، اون بزرگان خیلی زحمت کشیدن برای ایران. بعد ما از نظر جغرافیایی موقعیتون با روسا فرق میکنه، ما به سمت جنوب میریم، خیلی گرمتریم، همیشه آماده دفاع از سرزمینمون بودیم، ملت نمیگم انقلابی، اصلا به ما نمیخوره، به گروه خونی ما نمیخوره، ملت میهن پرستی هستیم، در برابر بیگانه هیچ وقت سر تعظیم فرود نیاوردیم، شکست خوردیم، اشغال شدیم، اما با هر بدبختی بوده اشغالگر بیرون کردیم، چه تیمور بوده، چه عرب بوده، چه عثمان بوده، چه دیگه مغول بوده، هر کی بوده، ولی بیرونش کردیم، فرهنگمون از دست ندادیم، فرهنگی که تو جامعه جرأت بازگو کردن شو داشتیم کشیدیمش تو خونه ها، تو خونه ها فرهنگمون رو نگه داشتیم، شب چله رو نگه داشتیم، نوروز رو نگه داشتیم، و این مجموعه دست به دست هم داد، توانستیم با سلاح فرهنگی کشور نگه داریم. اما خلأ داریم، منم میدونم خلأ چیه، همون جریان کمیته های انقلابه، که حالا یه ملتی که به هر حال خودش از درون خودجوش اومده میگه رضا شاه روحت شاه، چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم، و رضا رضا پهلوی و چه و چه و چه، و ندا میرسونه به خارج که ما خفه شدیم، رای گیری رفتیم، اصلاحات شرکت کردیم، گفتیم از درون یه اتفاقات بیفته، قبول کردیم تحریما رو، قبول کردیم جنگ و فشار رو تحمل کردیم، گفتیم به هر حال ما مسلمونیم، به هر حال امام جانشین پیغمبره. الان که به واقعیت رسیدیم دیدیم ای پدر سوخته، همش داستان بوده، اصلا از بیخوبان 1400 سال پیش و نمیدونم تو تویله و اقرب اسم، اصلا همش داستان بوده، همش چاخان پاخان بوده، به طوری که خود روحانیت شیعه امروز علنا رسما فیلماش برای من میاد، متو خیلی زیاده نمیتونم پخش کنم، حالا شاید بعضیش یه بار بیام پخش کنم، روحانیت شیعه میاد و اساسا منکر میشه
که آقا اصلا واقعی کربلا اینطوری نبوده. اساسا وقتی اعراب به ایرانی ها حمله، آخوند شیعه داره میگه رو منبر، اعراب که به ایران حمله کردن فرق طلا و پهن رو نمیفهمیدن. یعنی تو پهن میذاشی جلوش، طلا میذاشی نمیفهمیدن. اومده بودن وارد یه سرزمینی شده بودن که انقدر غنی بود اینا نمیدونن از کجا شروع کنن، چجوری چپاول و غارت کنن. فقط میکشتن و میدریدن و بنزین میریختن و چه نفت میریختن و آتش میزدن و سرزمین ایران با آتش کشیدن. اوکی؟ ولی با کمال تأسف این خلأ وجود داره. منم میدونم، ما هم میدونیم. خب ما باید حالا چیکار بکنیم که در برابر یک مافیای قدرتمند در جهان بدون تعارف، امریکا، انگلیس در رأسش و اون طرف هم الان چینی که وارد کشور قدرتمند شده، روسیه و دو تا کوچولوی به اسم آلمان و فرانسه، به علاوه 5 6 تا شاگرد پادو هم که اونجا تو خاورمیانه داریم، که اونا هم میدونن اگر ایران قروبال بشه، جمهوری اسلامی بره، بیشک حکومت ملی به رهبری پادشاه ایران بیاد و اون فرهنگ ایرانی که اینطوری ضربه شدید خورده اون برگرده. و حالا با علم به این مسئله که این بار رضا شاه دهه های اوایل قرن بیستم نیامده، این بار ایرانی ها با یک تجربه تلخ 40 ساله و با یک اندوخته دوران پهلوی، ببین چه ملتی خواهند شد، ببین این کشور در عرض 5 سال چه خواهد شد. این ایرانه که امروز میهن پرستان باز پس بگیرن، اینو به اون عدهی دارم میگم که نشستن میگن که اگه اینا برن، خب منی که الان وابسته به دولتم، مثلا دارم به من ماهی، مثلا میگم الان به طور مثال 100,000 تومان 200,000 تومان دولت کمک هزینه میده، چی بهش میگه، چیز اسمی داره این کمک هزینه میده، خب اگه مثلا الان جمهوری اسلامی بره، خب من چه خاکی به سرم بریزم؟ عزیز من، هم میهن من، تو قیمتت بالاتر از این حرفاست. تو مگه گدایی که بری در خونه آخون بخواد به تو سازمان نمیدونم ناکجا آباد بیاد بگی مثلا 100,000 تومان، تو با اون 100,000 تومان 4 کیلو گوجه و خیارم نمیتونی بخری. این فلون فلون شده وقتی برن سرمایه های مملکت برگرده به کشور و سرمایه کشور در راه صحیح مصرف بشه، استفاده بشه و برنامه ریزی بشه و حساب کتاب بشه، تو 5 سال دیگه خود نگاه کنی ای چه زندگی من چه تغییر و تحولی پیدا کرد، دیگه میتونم راست را برم، دیگه کمرم دولا نیست، خورد نیستم، انقدر پول الان دیگه اندوخته دارم، حالا دیگه میتونم مثل قدیم دوباره برم فرش نو بخرم، فرشمو عوض کنم، مبلمو عوض کنم، تلویزیونمو عوض کنم، حالا میتونم برم زندگیمو عوض کنم، حالا دیگه منم میتونم مثل کشورهای دیگه عید به عید برم وسایل جدید برای خونم بخرم، تغییر و تحول بدم، تفکرم عوض میشه. چون وقتی که یه جامعه به ثروت و سرمایه برسه، ولشتان به قول آلمانیا، یعنی تحولاتش مدرن اقتصادی وارد کشورت، وارد خونت میشه. وقتی که اقتصاد خونه خوب بشه، خود تو هم میری مثلا پرده نو میخری، کمد نو میخری، وسایل کهنه میزی بیرون، لباس قشنگ میخری، لباس نو میخری، بعد میری تو خیابونا میبینی پارکا چه قشنگ شده، خیابونا چه اسفالت شده، دیگه تهران اون دودو نداره، اینقدر فشار جمعیت نیست، تهرانی که بنزین یه مشت دست بوده هنوز هم همون مونده، بعد مثلا 500 میلیون ماشین و آدم ریختن توش، این شهر شهرک میشه، شبکه آبرسانی صحیح میشه، اینترنت درست میشه، خونهایی که ساخته شده یه عده‌اش از بین باید بره، از نو ساخته بشه، جاده سازی میشه، پل سازی میشه، این زیر گذر زدن، نمیدونم بالای گذر زدن، این طویل بازی ها چیه، شبکه مترو درست میشه، تراموای میاد، تاکسی ها مدرن میشه، اتوبوس ها مدرن میشه. یعنی توی یه تحول 5 ساله شما اصلا ببینید ما چه شدیم، که دیگه پشتتو بکنی به دبی، پشتتو بکنی به ترکیه، که دیگه نه ترکیه بنجول بخری بگه رفتم ترکیه کلی خرید کردم. بعد تفریح وقتی که از نظر روحی مملکت درست بشه، خود شما تفریح هم احتیاج دارید، کافه ها با میشه، کاباره ها با میشه، سینما ها با میشه، فیلم های مدرن میاد، فیلم کمدی میاد، مردم به خندیدن آشنا میشید، آشتی میکنید با زندگی، آشتی میکنید با خندیدن، همه نه اینطوری عبوس و اخما و چی میگی، غم کشی و چاقو کشی و این چه وضعیت مثل تیمارستان شد، یه مملکت شد تیمارستان. بنابراین برای رسیدن به این اهداف، برای رسیدن به این زندگی مدرن، ما یه سری خلأ هم داریم، بله که داریم، متا نباید وابدیم، باید بیشتر زحمت بکشیم. ببینید کسی که میدونه از نظر اقتصادی بودجه اقتصادی ضعیفه، طبیعتاً یه مقداری بیشتر باید کار کنه، اضافه کار بکنه که اون سر اون مقدار پولی که کمه بره زیادش بکنه، بتونه به یه سطح نسبی برسه. ما چون متاسفانه دارای اون کمیته ها نیستیم، دارای اون
تشکیلات سیاسی نیستیم، بنا به دلایلی که حالا تو قسمت دوم خدمتتون عرض خواهم کرد نیستیم، نمیتونیم بگیم خب هیچی دیگه بچه‌ها ناامید شدین ولش کن. نه، من 4 سال و نیمه چرا به شما هی میگفتم شعار نویسی کنی؟ چرا 4 سال و نیمه هی میگم میان پرستی میان پرستی؟ بچه‌ها پشت سر علازت وایسین، بچه‌ها کارتون به کار علازت نباشه، بچه‌ها علازت مطالبی که میگن از این گوش بگیرید از اون گوش در کنید یه سری مطالب رو. ایشون پادشاه ایران هستن، ایشون فلان، صحبتایی که همیشه با هم داشتیم، بچه‌ها نقاشی بکشین، بچه‌ها بنویسین جاوید چا آرسی، بچه‌ها نقاشاتون رو برام پخش می‌کنن، بچه‌ها بنویسین جاوید چا فلان و بیسار اینا. بنابراین چرا؟ چون کمیته ای نداریم، تشکیلاتی نداریم، خودمون باید برای خودمون کمیته درست کنیم، خودمون باید برای خودمون تشکیلات درست کنیم. هر یک ایرانی باید برای خودش بشه یه بابک خرمدین، هر یک ایرانی باید برای خودش بشه یه رضا شاه. هر کدوم از ما یه رضا شاهیم، هر کدوم از ما ایرانی‌ها یه رضا شاهیم که علازه فرمودن حکم میکنم. الان هر کدوم از ما باید حکم بکنیم، حکم بکنیم به آزادی کشور، حکم ایران نجات بدیم. تو بس نقاشی بچه‌ها رو پخش کنیم بیام خدمتتون تا ببینیم که خب حالا اصلا چرا این کمیته ها درست نشده، اصلا چه خبره، چرا این خارج از کشور اینقدر ملت رو داخل کشور سر کار گذاشته و این ملت رو به این روز سیاه انداخته، بعد پا میشن میرن اسرائیل نوکری میکنن. آخه چرا؟ یا مزدورید یا بیشعورید که نیستید، بیشعور نیستید، مزدورید، مزدورید که یه ملت رو سر کار گذاشتید، مزدورید که یه ملت رو به خاک سیاه نشوندید. جناب مهندس لطف موقع بفرمید یک و دو رو با هم پخش کنید، دستتون درد نکنه. یه شعرخوانی هم هست، این اصل عزیز 8 ساله ما از کرج، و بعدم نقاشی بچه ها. یه زن دختری ایرانیم، از نژاد و تیره ساسانیم، قدرت اندیشم از آرش است، مرز سر تسلیم تیر آرش است، من همان ایرانی خود باورم، در صمیم عاشقی نام‌آورم، شاعر نام‌آورم فردوسی است، این بهین نقص و توار طوسی است، همه رقص اندیشه رازین کنی، جهان را به صحنه آغازین کنی.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اسامی بچه‌ها رو بگیم بریم دومین سری نقاشی‌ها رو با هم نگاه کنیم. ضمن اینکه یه پیام هم برامون اومده از آروشای عزیز ما 8 ساله از کرج، پیام آروشا رو گوش کنیم با نقاشی سری دوم. زو بانو مهین از بوستون با هزاران جاوید شاه $100 سپاس از شما سرکار بانو. بانو اقبالی هم با هزاران جاوید شاه $50 سپاس از شما بانو اقبالی عزیز. آقا ایوب گل ما هم با جاوید شاه $54 دست درد نکنه آقا ایوب گل. ایران دوست عزیز ما هم از شیکاگو با $30 خیلی ازت سپاسگزارم ایران دوست عزیز. آقای فرزاد میم همرزم عزیز ما هم از سان فرانسیسکو $50 که گفتن اول برج ماهیانه یادتون نره. مرسی آقا فرزاد میم از سان فرانسیسکو که همیشه اینو یادآوری میکنی، خیلی ازت ممنونم. آقا فرشید عزیز ما هم از آلمان €5. آقای سیاوش عزیز من 3 و 4 هم لطف و محبت بفرمایید که تکلیف نقاشی بچه‌هامون روشن بشه. دست درد نکنه بچه‌ها، زنگم بزنید. خدای ایران، شاهنشاه، اعلی حضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم. به کوروشی زاده ای نامدار، که سیروس باد نام او به ایران جان نثار. چو یزدان به دو داد تاجش به سر، که تاج کیانی کند این چنین سر به سر. کمربسته ایزد شود چون شهان دگر، نماند قراری بر دشمنان ایران دگر. چو یزدان بدارد از بلاها نگه، ندارد هراسی از آن دشمن دل سیه. چو شمشیر برکشد سیروس شاه از نیام، نماند یکی دشمنی بر این دیار. با تشکر از امورضا احمدی و امعالیان وطنخواه به خاطر این تلویزیون که ما بچه ها میتونیم حرفمونو به گوش همه دنیا برسونیم. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه. آروشا هستم 8 ساله از کرج.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی، سرباز دور از وطن، لطف و محبت کرد با جاوید شاه $50. خیلی ازتون سپاسگزارم، لطف و محبت کردی. سرکار بانو زهره از آلمان، بچه محل ما، $100 و فرمودن که ما میهن پرستان، ما مشروط خواهی واقعی جدایی میکنیم اما مزدوری نمیکنیم. اینو داریم به دشمنان مشروطیت میگیم و به مشروط نماها. درود به شرفت بانو زهره عزیز، خیلی ازت ممنونم. زهر نقاشی بچه ها رو پخش کردیم، بریم یه نگاهی بکنیم با کمال تأسف به هرمزگان. تو رو به خدا نگاه کن، اگر این بانوی شریف، این بانوی عزیز، خیلی دلم سو خداییش بگم دیدمش، اگر این اینجا کسی فارسی صحبت نمی کرد اینجوری فیلم برده می شد، به خدا من گفتم یا جنوب پاکستان یا مثلا غرب افغانستان. آخه این چه وضعیه برای کشور من به وجود آورد؟ بیشرف و بندر لنگه فرودگاه بین المللی داشت، بندر عباس فرودگاه بین المللی داشت، بی پدر و مادر و تمام اون شهرهای و روستاهای ساحل خلیج همیشگی پارس تا اون طرف هرمزگان، تا اون طرف بندر چابهار داشت تمیز میشد، داشت درست میشد، زندگی داشتن میکردن از راه صید ماهی، از راه شرافتمندانه زندگی میکردن و تنگسیر برامون درست میکردن. خدا سرم رو برم کجا بکوبم؟ نگاه کنید، چرا الان تنگسیر بازی نمیکنید؟ چرا الان نمیری گریبان آخوندو بگیری بهش بگی قرم فلان بیا بیرون، بیا دهنت وا کن، میخوام بزنم تو دهنت؟ چرا خفقون من گرفتی؟ جناب مهندس شماره 5 پخش کنید. خانه از پای بس ویران از بابا جان. بین مردم بوده مشکل مردم، سوالت مردم بکن. نمیده یه وزیر اومده نماینده اومده و هیچ وقت نمیده بسید مردم، درد مردم از مردم برسه. اومد تو یا تو دیار اومده دکلم هر زده تو رفتی ما رو کردی فراموش. اما ما برای چی بگم؟ برای خودنمایی اومدن اینجا که عکس بگیره که ما رفتیم داد مردم رسیدیم. داد مردم الان برسید، خواهش الان داد مردم برسید. مردم دیگه گن کجا برن؟ زندگی مردم از دست مردم نجات دادید. اگه خدا زیر آوار نجات ما داد دیگه گن کیم نجات شما نجات دادید ما از زیر گرم. ای بدبختی وارگی بدبختی رو نگاه کنین چه بکنین؟ چرا سر مردم در اومدی؟ خدا دی آدم زنده هسته، این خدا یار ما بی که زنده مونین از خدا در اومدی. نه آب، نه زندگی، نه برق، هست روزگار مونینن. این اگه خدا نجات ما داد دیگه همه کمکای مردم از طرف بندر کندش هم نسته، همه هم زنده نسته راست. بیا امروز ما بلنس بخارات گرممون دادن بل زندگی ما از پایین داغ آسمون داغ. کجا بریم بدون برق بدون آب؟ از آب ما نه برق ما هست. کجا بریم؟ آوارین عزیز دلم، آوارین خیلی آوارین. این چهر یه درد خود چه نقره که کدی بخواهی بمونه از لن زندگی که کنی اینجا زندگی در هیچ نقره نه از آسمون نه زمین قربون خدا باشه خداوند. ای ماشاءالله 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 الله دا اورمتون بگیریم الله الله همش وای چینه درون دیم کجا نه الله چیو چارم بی. ای ماشاءالله ای ماشاءالله. الان وقت مسئولینی که نشون نادن اینجا بیا و داد مردم برسن توی هوای گرم. دو سال پیش از زمستون هسته که مردم یکم خواب استیج بخشو نسته برای الان توی هوای گرم جنوب خودتون نفهمی ندونستن مردم که چطور حال مردم نبودن احتیاج گفتن ماشتی برای الان موکنی که اصلا مسئولین بیان تو بارد سانه بشن بود داد مردم برسن ده هیچ از مردم مناواد جبونه مردم که کشت رب زیرو خونه دیش چه ماواد زندگی کم زندگی راحت ببکن دولار خواهد بچه همون راحت بشن تو خونه دوی گر مثلا دروز بیازن بیخوابیست کجا برن بچه کوچک بچه مریض بچه معلول که تو خونه افتاده چه کجا برن و مسئولین هر جایی که میخواه همت از شما ماواد الان بارد سحنه بشن امروز از شما ماواد. ملاحظه فرمودید خانم آقایون؟ دیدی؟ پر مار و عقرب اونجا که خوراک اون منطقه است. این خانومو دیدید؟ به خدا قسم این همین بانوی شریف، این بیا تو آلمان یه دست لباس معمولی، یه تیشرت و یه شلواری پایین بکنی ببینید مردا چجوری واسش سر دست بشکنه. چه خانوم زیبایی بود، بعد اینجوری بپیچونیش تو اون یارو بغچه. اون یکی خانومو دیدی؟ خیال نکنیم مثلا یه پیر زن مثلا 80-90 ساله بود، نه اون سنش از منم کمتر بود، له و لورده شده بود.
بی شرف و چه کردید؟ بعد بی ناموس اومدی گفتی که محمد رضا تو برای مملکت چه کردی؟ یک ایران ویران کردی، قبرستان آباد کردی، لعنت به اون روحه، پهن عالم، نجاست عالم تو اون کفنت، خمینی بی ناموس. بی شرف و شما نفوذی فرستادید خارج از کشور به اسم مشروطه چی؟ شما خر لنگان و داریوش ناهمایون رو فرستادید که که اینجوری تفرقه بندازه واسه بین مشروطه خواها. ده بی شرفا که امروز برید بشینید به اسم حزب دروغی مشروطه برید بشینید بغل دست الاهواز، بعد بگید که آقا ما با همه گفتگو میکنید، شما خیلی بیجا میکنید که مشروطیت رو یدک میکشید. تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد ننگتان باد مزدوران اجنبی همه تون. این بندر عباسمون، این مرکز کشورمون، جناب مهندس شماره 6 نگاه کنید، مردم بدبخت خمین داره اعتراض میکنه، یه مش لاشخور به اسم پلیس و نیرو انتظامی چجوری ملت میزنن به شرافت بشری سوگن. اگه تو آلمان جرأت داری یه تلنگر به یه سگ و گربه بزن، مرده و زنده تی میارن جلو چشات، ببین چجوری جوون مردم و مادر مردم و زن و بچه مردم میزنن. بعد من برم بگم نیروی انتظامی حمایت حمایت، بس دیگه بیشعوری بابا. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شیشو. شیشه ماشین سرده خورد کردن آقا. نزنن تیر به ما، از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. به خود خدا قسم من این صحنه ها رو دهه های اوایل دهه 80 میلادی تو سودان و سومالی دیدم، مردم با چوب میزدن. شهر خمین، شهر بندر عباس، کرمان و یزد، قم و عراق و ساوه و کاشون و این شهرها، کرمانشاه و خرم‌آباد، ایران من باید به این روز بیفته، مشهد بشه بانکوک اسلامی، تهران امروز دوست من با تلفن زنگ زد، این با دوربین نشون داد جدی دیگه نمیتونی نفس بکشی، به من گفت رضا دهنم پر خاکه، تهران توی گنوم خاکه. به خدا داریم نفرین محمد رضا شاه پهلوی رو میدیم، نفرین اون خدا بیامرزی که به دانشجو چلو کباب داد پرسی یه تومن 10 ریال. به قول آقای مهندس سیاوش عزیز، همه چی در از تو ایران ما داشتیم مجانی استفاده میکردیم. چرا؟ سوبسید میداد دولت روش. نفت لیتری 2000 بود، 20 لیتر بشکه نفت رو میابرد دم خونه به ما میداد میشون 25000، 3 تومن. بعد میگفتیم پول نفت رو داره میبره میده جواهر میخره واسه همسرش. به خدا قسم داریم نفرین اون خدا بیامرز رو تاوانشو داریم.
بعد نفرینی به جونمون کرد و حقمونه، تر و خشکمون داریم میسوزیم تا پیکرشو بر نگردونیم، همین آش و همین کاسه است. آقا تو نگاه کن، یه ملت اومده تو خیابونا میگه رضا شاه، روحت شاه، تو خارج از کشور میگن عکس رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو نگیرید، اگه بیارید به اتحاد ضربه میزنید. کدوم اتحاد؟ فراجناهی؟ کدوم جناح؟ جناحی در کار نیست، اقدسی در کار نیست. چرا دارین برد بلا میگین؟ چرا دارین چرت و پرت میگین؟ مامورن، مامورن به شرافت بشری سوگن، مامورن همشون پول میگیرن از سفارت انگلیس، سفارت جمهوری اسلامی تو لندن، تو آلمان، همشون دارن پول میگیرن، همشون مامورن به اسم دروغین مشروطه چی. بعد یه باندن سر سوئد وصل میشه به لندن، سر لندن وصل میشه به اتریش، سر اتریش وصل میشه به فرانسه، سر فرانسه وصل میشه به آلمان. همشون مامورن، همش همدیگر هم پیدا کردن، کدام به هم میدن. چیکار کنیم؟ تظاهرات را بندازیم بدون عکس پادشاه؟ چرا؟ شاهزاده فرمود. اینا رو بچه شناسایی کنید، کار داریم. خیال نکنید با آمدن اعلیحضرت کار تموم شد. با آمدن اعلیحضرت به مملکت تازه کار ما میهن پرستان شروع میشه، تازه اونجا شروع میشه، اونجا تازه باید بیایم وسط. اینا هنوز تمرینه، اینا داریم نرمش میکنیم، داریم گرم میکنیم. اون بازی رسمی اون توه، حواستون باشه بچه ها. علکی تو نمیگم، فردوست ها در این 43 سال در زمان شاهنشاه آل یمر ما یه دونه فردوست داشتیم، یه دونه قره‌باغی داشتیم. الان خدا تو فردوست و قره‌باغی امریکایی‌ها و انگلیس‌ها برامون خارج از کشور تعلیم و چیز کردن، یادشون دادن، تربیتشون کردن. معصوم قمی داره به ملت ایران میگه بیاین برای 20 نمیدونم چی چیه تیرمان هم چیه 20 21 هم چیزی بچه ها برمه خبرش برسدن، بیایید برای ضد روسری، ضد حجاب، پدر سوخته ملت، گول این بی پدر و مادر اطلاعاتی رو نخورین. چرا؟ دقیقا هماهنگی داخل کشور با خارج از کشور. داخل کشور ابرام قاتل اومده میگه چی؟ اومده میگه چیز کنین، فشار بیانین، بدون روسری تو بانک ها برید فلان میکنم، کارمندای بانک باید دیگه کفش پاشنه بلند نپوشن که تلق و تلق بکنه، جوراب فلان نپوشین، ماتیک نزنین، فلان نکنین. یعنی ما ببین صف گرفتیم. چرا؟ چون داریم میرید، داره انقلاب میشه تو ایران بابا، پهلوی داره میاد، جلوشون از الان بگیرین، گربر دم اجله بکشین. خارج از کشور هماهنگ با داخل کشور میگه روسری نکنین، بیایم بیرون، بیایم بیرون، جنبش بدجوری ضد حجاب. که چی بشه؟ که رضا شاه، روحت شاه تو ایران مالیده بشه. که چی بشه؟ که جلوی فریادهای مردم گرفته بشه، خط انحرافی بدن به ملت. کی از داخل کشور باش هماهنگی میکنه؟ با معصوم قمی، فاحشه رفسنجانی که الان یه ماهی تیر شده، حالا میاد تو کلاب هاوس، حالا میره میشینه اینور اونور، پدر سوخته بازی، حق بازی. حالا دیدی چرا کمیته انقلاب به وجود نمیاد؟ حالا دیدی چرا اعلیحضرت تا امروز نتونستن یه عده‌ای مورد نظر خودشان جمع کنن دور هم دیگه، بگن آقا جمع بشید یه کمیته تشکیلات منظمی درست بکنید، به ملت بگین ساعت فلان روز فلان بیاین تو خیابون، از راه دور منم حواسم بهتون هست، منم میام میگم این کمیته زیر نظر من یه لطفی بهشون دارم. ما میفهمیم، یعنی اعلیحضرت این کمیته رو یه دست کشیده رو سر گوشش، نمیتونه. چرا بابا؟ به کی اعتماد بکنه؟ به کی اعتماد بکنه؟ پدرش دستش رو تا نوک انگشتش کرد، عسل گذاشت تو دهن فردوس مردی که ببین چی از کار در اومد. تازه اون دوران که نه کامپیوتر بود، نه اینقدر وسایل جاسوسی بود، الان یارو داره باید حرف میزنه، تمام دکمه لباسش دوربین و ضبطه، دیگه پای تلفن میترسی با کسی حرف بزنی، حرف بزنی صدات ضبط میکنه، بعد صدات میرن بارو پایی میکنن. مثلا به یارو گفتی حال شما خوبه، مثلا به یارو گفتی فدات بشم قربونت برم، یه ماچ بهم بده دور حضرت عباس شب عروسی کم حساب کن. تو این دوران وانفسا حالا دوستمشون کنی شخص اول مملکت بیاد کیو بچینه دور کی؟ اصلا کی در کار نیست؟ سر سنگ میزنید خائن میاد بیرون. من دیگه خودم یواش یواش، نه یواش یواش، رسما خودم به خودم شک کردم، این جیبم داره جیب این جیبمو میزنه. وقتی میرم بیرون 10 یورو میذارم تو این جیبم، 10 یورو تو این جیبم، میگم اگه این جیبم وزاد تو این یکی جیبم پول باشه. خودم صبح که بالا میشم به خودم نگاه میکنم ببینم همه چی سر جاش هست، چیزی عوض نشه، مثلا دماغم نرفته جای گوشم.
هماهنگ آقا معصوم قومی هماهنگ با وزارت اطلاعات، این یکی امیر عباس شرماور هماهنگن، به خدای احد و واحد سوگن همشون مأمورن. بس بابا وقت میگن چرا هرس میخوری؟ و چی بخورم؟ پس خربوزه بخورم؟ جناب مهندس شماره 7 نگاه کن، ایرانی که شاه در دست داشت، نگاه کن، چیز کنید قاجار رو نگاه کنید. جناب مهندس شماره 7 لطف موعد بفرمایید. سپاس از شما جناب مهندس یاش گرامی. خانم آقای این فیلمی که دیدید این فیلم روسیه، یعنی خبرنگار روسی، یه جهانگرد روسی، یه خبرنگار روسی این فیلمه. حالا این یا تبریز یا تهران اینا کار ندارم کجا، این ایران بود زمان قاجار. میدونید این فیلم داره کیه ما رو نشون میده؟ پدر بزرگ پدر من. خیال نکنید مثلا داره راجع به 2500 سال میگه، نه راجع به 3-4 نسل قبل من داره میگه. 3-4 نسل قبل من این بوده ایران، بی پدر و مادر. رو شما اینو تحویل رضا شاه دادید، این تحویل رضا شاه داده شد، این مملکت رضا شاه بزرگ این آدما رو تحویل گرفت، از دلش ده خدا اومد بیرون. رضا شاه این آدما رو تحویل گرفت، دانشگاه تهران واسش زد، از تو دانشگاه تهران مهدی بازرگان میاد بیرون، 57 سال بعد میره میشه آفتابه خمینی رو میگیره دستش، شاگرد پادوی عاشق مهدی بازرگان میشه، کی میشه؟ چسمنش. بغل لز کی میشینه؟ لگم فروش دوز. چی میگه؟ محمد رضا پهلوی دیکتاتور بود، ساواک، تخم مرغ، شکنجه، یه گونی ناخون. لعنت به پدر و مادر هر کی مزدوره، لعنت به پدر و مادر هر چی خائنه. دیدید قاجارو؟ مومن. جناب مهندس شماره 8 لطف محبت بفرمایید. نگاه کنید ببینید، تازه رضا شاه اون فقط مشکل رخت و لباس و تیپ آدما نبوده که شبیه حیوان بودن نسل ما. خب ببینید تازه با کیان باید کلکل میکرد و سرشاخ کیان هم میگرفته. نگاه کنید جناب مهندس، خواهش میکنم.
سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. بچه‌هایی که احتمالاً برنامه صوتی رو گوش میکنید یا خیال نکنید قطع شده، صدا نداشت این فایلی که برای ما، بچه‌ها یادشون رفته صدای موزیک چیزی روش بذارن. برای اونایی که صوتی گوش میکنید حواستون باشه قطع نیست، این بدون صدا بود. بچه‌هایی که تصویری دیدید، این ارازل و اوباش گردن کلفت رو دیدی؟ اینا هر کدوم برای خودشون خدایی بودن ها. اون همون مثلا نمیشه محمد تقی پسیان، اون یکی نه باکویی ماکویی، این پشتش مثلا ارتش شوروی خوابیده بود، اون پشتش ارتش امپراتوری انگلیس خوابیده بود. تو با عنوان یه آدمی که اومدی مسئولیت این مملکت که نه، مسئولیت اون تپه خاک و تحویل گرفتی، تازه باید بری زیر خم میرزا کوچک خان انگلیر هم بگیری که جمهوری گیلان، جمهوری گیلان شوروی فلون فلون شده اعلام کرده، تمر زده، یعنی تموم شد، گیلان رفت، محمد رو لولو برد. تو باید تازه بری بگی گیلان رو برگردونی، مازندران رو برگردونی، خراسان، آذربایجان، کردستان، دیگه کرمانشاهان، خوزستان، ایلام، لرستان. بعد تازه اینا که رأس قدرت بودن، هر کدوم توایف، رؤسای عشایر و توایف هم تحت کنترلشون داشتن. یعنی تو فقط میرفتی تو لرستان، فقط با لرستان در ارتباط نبودی، اونجا 40 تا ایل و قبیله خوابیده. میرفتی خوزستان، فقط با خوزستان در ارتباط نبودی، 500 تا عشیره رو باید میرفتی سرشاخشون رو میگرفتی. تو 16 سال به شرافت بشری سوگند میگن موسی، حضرت موسی نیل رو وا کرد، از کوه رفت بالا، 10 فرمان رو گرفت، پای پیاده برگشت اومد پایین. همه میگن زده، ما هم میگیم زده. میگن حضرت عیسی دست رو هر کسی میکشید معجزه میداد، ما هم میگیم میداد. میگن اون یارو راهزنه شق القمر کرده، به شرافت بشری سوگند، مثل سگ دور از جون سگ دروغ میگن، ما هم میگیم کرده. به شرافت بشری سوگند رضا شاه از هر تا سه تا پیامبر بیشتر کار کرده. مگه میشه تو 16 سال با این اراذل و اوباش از اون کشور به مملکتی بسازی که صاحب پست و تلگراف بشه، رادیو بیاری، انضباط بیاری، نظم بیاری، زن ایرونی تو مدرسه بره والیبال بازی کنه، بره بشه منشی، ازش قمر بیاد بیرون که بره رو سن آواز بخونه تو ایرانی که ملتش تا 15 سال پیش قمه مردش میبسته به پرشالش، قمر بیاد بسط آواز بخونه. بعد تو نامردا، بی شرفا، بی پدر و مادرا، بی ناموسا، بعد بیان جلوی دوربین تلویزیون هم بشینید بگید رضاخان قلدر استبداد، بعد به اسم مشروطه چی بشینید بغل دست اینا بگید من رفتم با اینا اتحاد کنم. چرا؟ شاهزاده گفته، شاهزاده گفته برید بشینید بغل دست یه مش بیناموز، هرچم کاسو کوزه است میخوای سر آقا بشکنی. بعد خیلی کنی ما اینقدر عبدالله اینجا از شما ها میترسیم که بیان این ورانوار گردن کلوفتی هم بکنه، مثلا گردن رو داریم میشکنیم، آقا چوسونه مثلا مانی حرفایی تو که کودتای نوجر رو لو دادی در به داغون آشخا. جمع کنین کاسو کوزتونو، ولی باری کلا به بچه‌ها که حالا دیگه زرنگ شدن، هر جا گیرتون میارن دک و پوستتون رو میارن پایین، واسه همین دیگه جرئت نمیکنید جای ظاهر بشین. چرا؟ به خاطر اینکه میدونین چقدر کثافت کاری کردید، میدونید خائنید، خیانت کردید به ایران. گفتم بهتون حرف اول و آخر میدون شهیاده، کسی که میدون شهیادو گرفت ایرانو میگیره دستش. حالا خواهید دید میدون شهیاد دست کی میفته. حالا نگاه کن اون ملت با این زجری که کشیده، من میخوام ببینم کی جیگر داره سوار هواپیما بشه بگه من دارم میام، ملت من دارم میام ایران. اینا که نشستین جلو دوربینا بگید ملت من دارم میام، ببینم کی جیگر داره جلو دوربین بیاد همچین حرفی بزنه. هر کی همچین حرفی زد ملت بهش اسکار بدید. اگه جیگرشو دارید برید زن و مردتون. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 9 رو نگاه کنید. جناب مهندس یه لحظه معذرت میخوام، 9 و 10 رو با هم لطف کنید. امیرعباس و هویدا زنده یاد نخست وزیر، حالا بهش گیر دادن، شاه بردش توی زندان، گفت هویدا رو بکشید، نصیری رو بکشید، همه رو بکشید، بکشید من به تاج و تخت برسم. کی میگه؟ دنیاهای مجازی. کی پشت دوربین، پشت میکروفون نشسته؟ بچهای اطلاعاتی چی میگن؟ میگن ما شاهنشاه رضا پهلوی بلد، شاهنشاه خوب. خب تو که ادعا میکنی شاهنشاه خوب،
خب پس چرا اجازه میدی بیان اونجا بشینن بگن شاه رو هویدا رو شاه کرد تو زندان؟ آقای احمدی سوال داشتن، آیا راستی که هویدا رو شاه کرده تو زندان و نصیری، و چرا شاه هویدا و نصیری تیربارون کرد؟ اونی که خیال میکنی منم اون خودتی، دیدی که جواب نمیدم قشنگ پاکش میکنم میره. چرا؟ چون دنیای مجازی تبدیل شده به کثافتکاری، تبدیل به جایی که ازش استفاده درست بکنید اکثریتتون تبدیلش کردین به خاله زنک بازی. اون نشست جلو دوربین اینو گفت، این اینو گفت، اون یکی اومده میگه چرا اینجوریه، اون یکی میگه قهرم با تو، برید با هر کاری دلتون میخواد برید بکنید. بچه‌هایی که دارن کار خودشونو میکنن دارن میکنن کار خودشون دارن میکنن. 90%تون ول معطلید، دارم هم میگم به خصوص اینستاگرام بالای 90%شون مأموره بدون تعارف راه کلاب هاوس که دیگه رین تن تن، اون دیگه 120% هم زده و حالا دیگه رکورد زده، 4-5 تا فقط بچه های میان پرست اونجا هستن، واقعا 4-5 تا. خب همش هم کار مامورین اطلاعاتی جمهوری اسلامیه. بی شرفا، شخصی که 13 سال نخست وزیر ایران باشه توسط شاهنشاه آریامهر میره تو زندان که بدنش به دست خمینی، پادشاهی که به نخست وزیرش میگه کشور رو ترک کن، هویدا کشور رو ترک کن، به عنوان سفیر ایران پاکستان و بلژیک رو بهش پیشنهاد میکنه، شاه میگه نه من کار نکردم، من میمونم، نه فرار نمیکنم، و کاری آخه نکرده بود. رفتن یه پرونده از این مرد بکشن بیرون، دیدن خونش بابا یه طبقه آپارتمان داره، همین، هیچی نداشت هویدا، ده شایی تو حسابش پول نبود، با مادرش زندگی میکرد توی آپارتمان، یه پیکان داشت، 10 دفعه خود من تو میدون پاستور دیدمش، یه پیکان، یه ماشین پیکان معمولی میرفت نخست وزیری، یه گل فروشی بود به نام گل فروشی زعیم، میرفت اونجا گل ارکیده میگرفت میزد به سینه‌اش. به خدا اگه بهتون دروغ بگم دارم آدرس بهتون میدم. اون وقت میگن نخست وزیر سوئد با دوچرخه میره نان و درخون میخره. خب نخست وزیر مملکت ما نمیرفت؟ بعد حالا نگاه کنید تو رادیو تلویزیون ملی ایران چقدر قشنگ میگه بله آقایون همه رو میشناسم. کی داره با هویدا صحبت میکنه؟ منوچهر سخایی. منوچهر سخایی کی بود؟ داشش میره اسناد مدارک ارتشو برمیداره میبره شبا میفروشه به دولت روسیه، ارتش میگیرتش، دادسرای ارتش میگیرتش، ثبت میشه، سند درست میشه، قشنگ مشخص میشه اسناد و مدارک این مردی که توده‌ای خائن داره به ارتش خیانت میکنه، حکمش طبق قانون ارتش اعدام بوده، تیربارون بوده. داداشش راحت تو مملکت، منوچهر سخایی هم روزنامه نگار بود، هم آهنگ میخوند، هم میرقصید، هم میگفت نمیدونم برگرد برگرد، صدا بز در میآورد، با هویدا صحبت میکنه، میاد خارج از کشور میشه مجاهد. بابا سرمو کجا بکوبم؟ به کدوم طاقه دویلی بزنم؟ سر سگ میزنی خائن میاد بیرون، ده بی پدر و مادر، مردش رو اون کفنت ببرن. اگر تو ناراحت بودی که داعشتو اعدام کردن، قرار بوده ته دلت بیای بشی مجاهد یا هر پخری بشی، تو غلط میکنی، به گور پدرت میخندی در برابر هویدا کرنش میکنی، سر تعظیم فرود میاری، بگو آقا هویدا قرار بیاد تو تلویزیون امشبواره من نمیام، که ما بگیم باریکلا از اون چه دشمن با شرفی بوده، همتون بی شرف بودی. پشت سر جنازش کی میره بیرون؟ کسی که میشینه تو طویله که اسم پارسو خراب کردن، میشینه اونجا بعد میگه که نه بریم جنازه‌شو سلام و صلوات بنویس جنازه‌شو ببریم، بعد میگه من لورم، آبرو لورا رو میبره. بابا خیلی گند کاریه، ما این کد از کجاش بگیم؟ هر چی به هم میزنه هی بو کثافت ازش میاد بیرون. چرا مهندس نوح و در و لطف محبت بفرمایید، وقت میگن چرا کمیته چیز نداریم؟ روزهای تاریکی بود. من در اولین برخوردم با کشورم شهر اهواز بود و آبادان بود. این در اهواز الان اون باشگاه راه آهن، زمان باشگاه انگلیسا بود. هیچ فراموش نمی کنم اون روز این باشگاه نوشته بودن یه طرفش ورود برای ایرانی قدغن، یه طرفش هم ورود برای سگ قدغن. ما با سگ هم ردیف بود، ولی خب سگ هم بد چیزی نیست در هر صورت، ولی در هر صورت ما اونطور بود. سوار تن می شدیم، ما رو می داشتن توی یک واگن دیگری، خارجی در واگن دیگری. تهران می هم ده همینطور بود. کرج که می خواستیم بریم، کرج احتیاج به یک اجازه مخصوص داشت. شمال ایران که می خواستیم بریم اجازه مخصوص احتیاج داشت. یعنی در کشور خودمون غریبه بود، به حساب نمی آمد. روزای تاریکی بود، روزایی بود که واقعا امیدوارم هیچ وقت بر نگرده، حتما هم بر نمی گرده. کشوری بود که فقر و گرسنگی و
نون سیلو، شما الان به میادتون نون سیلو چی بود؟ فقر و بیچارگی و مرض و تیفوس و همه این چیزا تو این کشور. اسم اونم گشته بودیم پل پیروزی. پل پیروزی برای عده دیگر بود، برای ما که نبود. خوشبختانه این روزایی سیاه از بین رفت و امروز ما در کشور خودی هستیم و امیدوارم این عقده های حق رو، بدبختی که اون روز داشتیم، امروز ما فراموش کنیم. آقای عقیلی بیشتر علی، آقای غریب افشار و خانم دلارام کشمیری همه رو تو تلویزیون دیدیم و خانم‌ها و آقایان گروه رقص وابسته به وزارت فرهنگ و هنر هستن. با اجازه شما ما برنامه‌مون رو شروع می‌کنیم. خیلی متشکرم. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. رخت و لباس‌ها رو دیدین؟ کیپ رو دیدید؟ منوچهر سخایی رو دیدید؟ غریب افشار رو دیدید؟ اومد خواجه کشمش رو تجزیه طلب. عقیلی رو دیدی؟ هوشمند عقیلی رو، دلارام کشمیری، استودیو رو دیدی؟ تلویزیون رو دیدی؟ اوویدا با این تامشه بدون شو ببینه. لیاقت نداشتیم. ایرج گرگین، جناب سیاوش عزیز اشاره فرمودن. ایرج گرگین برادر زنش خسرو گل سرخی بود، خودش تو اون مملکت شده بود، نمیدونم چی کاری رادیو تلویزیون گردن کلوف بود، بعد اومد شد رئیس تلویزیون رادیو آزادی تو پراگ. اصلا هیچ کشوری تو دنیا به مانند ایران اینقدر خائن نداره، خدا شاهده. میگن عربا خیلی خائنن، نه نه نه، ایران 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 ایران. تا این حل نشه بعد میگن آقا ما احتیاج به چیز داریم، کمیته با کی؟ با اینا، با معصوم قومی. خب نه خودمون از کجا بریم بیاریم؟ کره مریخ بریم بیاریم؟ کمیته کی بیاد توش؟ امیر عباس شرم‌آور؟ معصوم قومی؟ آقای عبادی که مثل خرچنگ را میره؟ این شاگرد پادوهای داروش نهمایون؟ نه دیگه خودمون کیا بگیم ما بیام اس بیاریم کیا بیان؟ اسماعیل نوری ها؟ کیا داریم ما؟ بدبختین. واسه همینه بهتون میگم بچه های میهن پرست، انقدر نشینید برین تو حاشیه. رضا احمدی یکی اومده تو تلویزیون نفوذی نفوذ، ول کن آقا سر زلفشو، ول کنیم بابا، انقدر مخ ما هم داغون نکنید، بذارین کارمونو بکنیم، انقدر نرید تو این بازی ها بابا، یه ذره سیاسی بشید لامصبا. نگاه کنید ببینید چه کردن با اوکراین، نگاه کنید ببینید جهان داره به کجا کشیده میشه، ببینید تو دبی چه خبره دیگه. کشورهای قطر، بحرین، امارات، این یارو مرجع عربستان، اینا دیگه احتیاج ندارن نفت بفروشن، نفتشو داره میرسه تو آب. توپ بار 500,000 نسلشونو بستن. بعد مملکت من بازنشسته یه بدبخت باید بیاد بشینی کنار خبون جدایی کنه. بس کنید، انقدر نرین تو حاشیه. نمیدونم شهابی چی گفت، نمیدونم اون گفت این ور دلم، اون یکی نمیدونم خر اندیش چه زری زد، اون یکی چه پخی خورد. ول کنید، هنرپیشش مزدوره، فوتبالیستش مزدوره، خارج از کشور مزدوره، داخل مزدوره، مزدورم. فوتبالیستاشو مگه نمیبینید بابا؟ دو تاشون، یکی اون کریمی، یکی اون قفوری، دو تا جمله گفتم ببین چجوری زدن چکوبک جفت بچه مردم یکی کردن. باید نوکر بشی تو جمهوری اسلامی، اگه نشی این بلا سرت میارن، بازوبند کاپیتانی میگیرن، تیمو ازت میگیرن، میزنن پرت و پلات میکنن. نکشنت خیلی شانس آوردی. نرید انقدر تو حاشیه، تکلیف رو روشن کنید، برسید تو خیابون یه جاوید شاه بگین کارو تموم کنید، نترسید دیگه. چی رو میخواین؟ چی رو دیگه دارین که از دست بدین؟ چی دارین که از دست بدین بابا؟ دیگه یه نون و پنیر شده غذای خورد و خوراک اشرافی. عکس برای من اومده، قبلا ما یه انقدر سینی خرما میذاشتیم جلو مسجد واسه شبای جمعه و واسه مرده و فلان و بیسار، بو زمان شاه حلوا، خرما، نون بربری دارن میذارن، استخون دارن بهتون میفروشن. بابا جناب مهندس سه تا عکس لطف و محبت بفرمایید. تا ملت سیاسی نشود آن وطن وطن نشود. حالا ما بیایم داد بزنیم هرس جوش بخور، تا سیاسی نشید همینه دادشون. گزارتون باید بیفته. بریم تا این عکس ها رو با هم ببینیم. جناب مهندس 11 و 12 و 13 دست درد نکن.
نگاه کنید، مسیر راه به سمت بوشهر، این مسیر راه به سمت بوشهر بوده دورانی که رضا شاه بزرگ مملکت گرفته دستش. آره میبینید چه اتوبان قشنگه ماشاءالله. بله این اتوبان چیز بوده، زوریخ به چوریخ. بله 1913 1913، اینم تاریخش بود. به مرگ هرچی مصدقی اگه دروغ بگن. جناب مهندس بعدی رو هم لطف کنید 12 انگار سوئیس رو تحویل رضا شاه دادن بی پدر و مادر، حالا اومدن دو قرطونیمشون هم باقیه بی شرف. طبقه بالا اون پهلویه، اون دخترها و بچه محصلای دوران پهلوی هن. طبقه پایین این طفل معصوم ها چه گناهی کردن؟ جمهوری حیوانات اسلامی، این بچه چه گناهی کرده بعد اونجوری خوشو بپیچنه تو اون کفن؟ اون چی میخواد یاد بگیره؟ جلو مهندس آخری هم لطف کنید، بس کنید دیگه، دنیا داره به ریشمون میخنده. آخوند خودش داره میگه بابا برزین تو خیابون. اینجا حکمتانه شهر همدان، ببین چه طرح قشنگی دادن. سرباز کوروش، سربازان هخامنشی از درون خاک اومدن بیرون. بابا دیگه چجوری پیام بدن؟ چجوری پیام بدن بابا؟ پادشاه ها اومدن افتادن جلو، بابا ملت برسین تو خیابون. همدان خفقون مرگ، کرمانشاه خفقون مرگ، خرم آباد خفقون مرگ. بابا چرا تمرگیدی؟ دست درد نکنه جناب مهندس، چرا تمرگیدی؟ چرا نشستی؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا ساکت شدی؟ چرا همه بار رو میخواییم بریزین رو دوش خارج از کشور؟ بعد چه توقعی شما از ما دارین؟ ما تا من چپ میرم راست میام، بالا سرم پایین پام بغلم این وقت، تا تو رخت خوابم جاسوس فرستادم. سر سگ میزنی جاسوس داره میاد بیرون. ملت تو خیابون میگه رضا شاه رو اچه خارج از کشور، میگه عکس شاهزاده نگیرید. چرا فراجناهی؟ امروز فقط اتحاد زنگ زدیم به شاهزاده گفتیم الو شاهزاده ما عکس شما رو ببریم، گفته نه نه، بگیم جاوید شاه گفته نه نه. دروغگو لعنت بر پدر و مادرش، دروغگو لعنت به اون لقمه که تو سفره بیناموس و بیشرفتون گذاشتن، بیشرفای حروم لقمه. میدون شهیاد هم دیگه رو خواهیم دید، جیگر دارید بیاید میدون شهیاد، اونجا بهتون نشون میدیم مشروطیت یعنی چی. جناب مهندس شماره 14، دستتون درد نکنه، نگاه کنید ملت. آقا اصلا رضا پهلوی کیا؟ شما خود قهرمانی مصدق که تو آقا خلاصه اینقدر با آدم میگن آدم آروم آروم باورش میشه. ما این کارو با رهبرانمون هم کردیم ها، با محمد رضا شاه که گفت خدایگان خدایگان سایه خدا. آخ بابا دیگه محمد رضا شاه خیلی عالی خیلی خوب، شما نگاه کن تیترو، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی بزرگ ارتشداران آریامهر. آخ بابا چه احتیاجی داره؟ یک کلمه میگه بابا بابا. شما میمند میگه آقا کسی میخواد به من محبت؟ الان من به شما دارم میگم، من عروض اول خودم رو گذاشتم جای بابا، شدم بابای این آرش، شدم بابای این رامین، شدم بابا. اگرم بابا صدام کنن بزرگتر محبت بهم کردم. شیعت خمینی، بابا خدا پدر خمینی رو بیامرزه، یارو استاد دانشگاه رفت واسه گفت آقا تو چرا نمیگی امام زمانی؟ بابا خمینی بنده خدا گفت این مزخرفات چه میگید؟ چطور پرتر چه میگید؟ ما مردم این توهم رو ایجاد میکنیم. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی. آقای آریا از آتلانتا به یاد زنده یاد استاد رضا فاضلی که عشق بود، واقعا عشق بود، روان شاد. سپاس از شما آقای آریا از آتلانتا، $50. دست درد نکنه. آقای فرشاد عزیز ما، همرزم عزیز ما و خانواده هم از اورنج کانتی لطف و محبت کردن مثل همیشه $350. دست درد نکنه آقا فرشاد عزیز و خانواده محترم، خیلی ممنون. دیدید خانم آقایون، کمیته میخواین تشکیل بدین؟ محمد رضا شاه، آقای خمینی، خدا بابا بیامرزتش، محمد رضا شاه. کمیته میخواین درست کنین؟ با کی میخواین درست کنین؟ بابا 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 اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم بابا بابا.
دیگه چی بگم؟ چی شهر بدم؟ از کجاش بگم؟ از کجاش بگم؟ میگم وقتی خودم دیگه دارم به خودم شک میکنم دروغ نمیگم، روزی 10 دفعه میرم نگاه میکنم اسمم ببینم خودمم عوض نشه، مثلا امکان داره مثلا صبح بلند شدن اسمم یهو بشه علی اصغر، کی به کیه؟ هر تو خر از جانم، خدا رحمتت کنه علی اصغر، چطوری 37 سال با ما تفاهم بود؟ من موندم، عجب مغزی بوده این مرد، این چی این از استثناء هم 6000 پله اونورتر بوده این مرد، خودش و پدرش. جناب مهندس شماره 15 رو لطف موقت بفرمایید، یعنی لطف کنید 15 و 16 رو با هم دستتون درد نکنه، ممنونتونه. بدبختیم بابا جان. آقا احمدی رو اون تابلو ما بزرگ نوشتم رضا پهلوی، حرومزاده ها 8 صبح بودن اون آن زمزم کوفتی رو چشم بودن. سپاس از شما جناب سیاوش گرامی. ایرانی اصیل، ایرانی اصیل از اروپا 30 دلار همین الان لطف کرد، دستش درد نکنه، ایرانی اصیل، خیلی ازت ممنونم، سپاس از لطف محبتت، 30 دلار. بچه ها کاریتون نباشه، خارج از کشور داره میشه نمی، اصلا کاریتون به این نباشه، شعار نویسی، حمایت کامل از پادشاه، پشت سر پادشاهتون بایستید، یک سر سوزن
یک سر به اندازه یک سر سوزن در وجود خودتون، چون جوونید گول میخورید سری، طبیعیه جوون احساساتش بر منطقش غلبه میکنه. سر سوزن از به این فکر نرید این ور اون ور میرید میشینید تو این دنیای مجازی، نمیگم نرید برید، ولی نذارید تو مغزتون بیاد که آخه ایشون آخه اعلامیه هیچ کار، ایشون هر روز داره کار میکنه، ایشون دارن کاراشون رو میکنن، من بهتون دروغ نمیگم، تبلیغم نمیکنم، نمیشه خیلی مسائل رو گفت، کاری به کار اعلیحضرت نداشته باشین. ایشان به عنوان پادشاهی که وظایف خودشان را به نام پادشاه در تبعید، پادشاهی که تاج و تخت رو ازش گرفتن، میدونن دارن چه کار میکنن. ما سربازان باید بفهمیم داریم چی کار میکنیم. بین سرباز و پادشاه تفاوت داره. ایشون اگر فردا اومد یه کمیته تشکیل داد، کمیته انقلاب، کمیته هر چی میخوایم اسمشو بذاریم، تو کمیته معصوم قمی بود، به ما ربطی ندارد. تو اون کمیته علی شیره‌ای هم بود، به ما ربطی ندارد. نرید تو بازی این مرد، این مرد سیاستمداره، ما سربازیم، بذارید کارشو بکنه، فضولی تو کار شاه نکنید. هر کس این کارو بکنه یا مغزش معیوبه یا مزدوره دیگه، من نمیدونم به چه زبونی بهتون بگم. شعار نویسی محکم پشت سر پادشاه، تموم شده رفت. این تنها وظیفه ماست تا آقا رو سالم، صحیح و سالم، پادشاه رو برداریم ببریم ایران. بعد اون موقع مشخص میشه کی میره تو کمیته، بعد کمیته بازی اون توه، دعوا اون توه. الان دعوا نیست، هر کس اومد تو قطار بذارید بیاد، خوش آمدید، بیاید همه تون، بیا معصوم قمی تو هم بیا، علی تجزیه تو هم بیا، همه بیاین تو قطار، این قطار جا داره، بیاد تا دلتون بخواد واگن وصل میکنیم بهش، بیاین تا برسیم به میدون شهیار. چیکار دارید؟ این قطار میکشه، این تا 5 میلیون آدم هم میکشه. نری تو بازی کسی، کارتون نباشه، کارتون رو بکنید. بانو مهین از بوستون $100، سپاس از شما. بانو اقبالی $50، سپاس از شما. آقای ایوب $54، سپاس از شما. ایران دوست از شیکاگو $30، سپاس از شما. آقا فرزاد میم با یادآوری برای کمک به سنگر از سان فرانسیسکو $50، سپاس از شما. فرشید از آلمان €5، سپاس از شما. بانو زهره آلمان $100، سپاس از شما. سرباز دور از وطن $50، سپاس از شما. آقای آریا آتلانتا به یاد استاد فاضلی $50، سپاس از شما. ایرانی اصیل از اروپا $30، سپاس از شما. و آقا فرشاد و خانواده عزیز از اورنج کانتی هم $350. با یک جهان سپاس از همه شما خانم آقایون، دست و گل همتون درد نکنه. و یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی، تا آدینه که در خدمتون خواهیم بود. خیابونا رو خلوت نذارید و شما اعتصاب کنندگان ادامه بدید، چاره‌ای نیست جز سقوط کامل فرقه تبهکاران، تموم شد. جمهوری اشغالگر اسلامی باید برود و خواهد رفت، شکی نکنید، و ایران باید برگرده به دوران پادشاهی و بر خواهد گشت. شاد و پیروز باشید، سر بلند، با امید به پیروزی، اصلا نبرید، اصلا ناامید نشید، اصلا جا نزنید، اصلا نترسید، اصلا خسته نشید. یک ایرانی مبارز نه خسته میشه، نه جا میزنه، نه میترسه، نه ناامید میشه، نه هیچی. سر بلند محکم یک صدا فریاد بزنیم، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، پاینده باد ایران جاوید شاه، تا آدینه. داد از غم تن